بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید، برنامه امروز رو شروع میکنیم. امروز چهارشنبه ششم ماه جولای سال 2016 میلادی است و برابر است با 16 تیر ماه 1395. متاسفانه خبرها خب یکی پس از دیگری، معمولا خبر آمریکایی‌ها میگن وقتی یه خبری هست خبر بدی هست، چون وقتی خبر بدی نیست خبری نیست. No news is good news. آقای عباس کیارستمی کارگردان سینما درگذشت در سن 76 سالگی و طبق معمول یه عده ای از این طرف فحاشی میکنن که چنین و چنان، یه عده از اون طرف ایشون رو به بوتی تبدیل کردن و میپرستن که اصلا یعنی ما به غیر از این و بدون این هیچ هنر به اصطلاح چیزی نداشتیم، سینمایی نداشتیم. و در هر صورت نمیدونم والا چه باید کرد با این دوستان ایرانی. اتفاق امروز دیدم نوشته بود که دو تا خائن وطن فروش از بین رفتن، یکیش آقای حبیب رو نوشته بود، یکی ایشون. من صحبتم به این دوستان که اینو میگن اینه که خب آقا اینا وطن فروش، حالا شما هم خوشحال باشید که این دوتا فوت کردن، شما که وطن خر هستید خب برید دنبال این خریتتون و وطن خریدتتون و اینا، یه برنامه بریزید، یه چیزی داشته باشید و به دیگران هم بگین، اونهای دیگه هم که مثل شما وطن خر هستن بیان دنبالتون. این هم از این ماجرا. ولی اما امروز چرا ساعت 1 شروع کردم؟ ما یک روز دوشنبه خواستیم بریک بگیریم و با به اصطلاح شما نباشیم، بریم دنبال کارامون. اون روزایی هم که ما بریک میگیریم معمولا میریم کارهای دیگر رو ردیف میکنیم، مرتب میکنیم. که متوجه شدم تو برنامه جمعه هم گفتم که یکی از دوستانمون آقای هوشنگ امیراحمدی، پروفسور هوشنگ امیراحمدی میان واشنگتن و اگر فرصتی بشه با ایشون یک مصاحبه‌ای خواهیم داشت، که این فرصت پیش آمده اون مصاحبه رو داشتیم و شما میتونید هم توی بایگانی تلویزیون مردم اون رو پیدا کنید. نوشتم ملتگرایی به جای ملیگرایی، این اسم مقاله‌ای بود که اصلا بحث برنامه‌مون درباره اون بود و روی فیسبوک هست و توی برنامه ها هم میذارم. تا جمعه این برنامه بازپخش میشه به ترتیب همون اجرای نقش. یادتونه میگفت هنرمندان به ترتیب اجرای نقش این اون و الی آخر. در صورت این هم ماجرای آقای هوشنگ امیراحمدی. خیلی از دوستان گفتن برنامه خوبی بوده. یه دوستون مثل آقای نادر گفته که من از ایشون خوشم نمیاد، نمیدونم چم میدونم یا اینکه کلن این فیلینگو دارم. براش نوشتم که قرار نیست من و شما از همه خوشمون بیاد، به همین دلیل هست که تلویزیون مردم مثل تلویزیون مجاهدین یه چیزی رو از صبح تا شب تو گوش شما نمیکنه. از این ور آقای کیومرس فرهومند میاد که سرهنگ شهربانی بوده، طرفدار پادشاهی، 3 ساعت برنامه میذاره. از اون طرف آقای شبستری میاد که هیچ وقت به اصطلاح علایق سیاسی خودش رو به شماها تحمیل نکرده. از اون ور آقای مینوی میاد، از این ور من میام که تلاش میکنم از شما چیزی یاد بگیرم و الی آخر. در هر صورت این هم از این ماجرا. پس شد آقای عباس کیارستمی کارگردان سینما درگذشت. ایشون گویا از چند ماه پیش مریض بوده، تو مصاحبه‌ای هم که کردن دکتراش میگن بابا این مریضی افراد یه چیز خصوصیه، ما نباید به شما بگیم که چه مریضی داره، چی شده فلان اینها. البته اینجا رسمه، اینجا کسی وقتی یه کسی پابلیک هست، مثلا این آقای مایکل داگلاس وقتی که مریض شد و اینها آمدن دکترها گفتن ایشون گویا سرطان گلو گرفته، یا مثلا دیک چینی نخست وزیر اینجا که بود یا معاون رئیس جمهور که بود راجع به قلبش و اینها که ای کاش قلبش وایساده بود که این مغز کثیفش اینقدر به دنیا ضربه نمیزد. در صورت اینجا رسمه، برای ما ایرانی ها هنوز یه مقداری این غریب و عجیب هست. این هم به اصطلاح ماجرای آقای عباس کیارستمی. در هر صورت بود آن چه بود، رفت آن چه رفت، یا رفت آن که رفت، دیگه تموم شد، درگذشتن. و فیلم های گویا 40 فیلم بعد از انقلابشون درست کرده که بلا فاصله همین صحبت پیش میاد. شما از یه بار از یه طرف میگین هنرمندانی که وایستادن در ایران
و با این رژیم کار کردن هیچ راهی ندارن جز اینکه به اصطلاح طبق فرمان و دستور ملاها عمل کنن. از اون ور اونایی هم که از اونجا در میرن متهم میکنید که اینها اگر هنرمند بودن وای میسادن ایران. یعنی خودمونم خداییش خودمونم یکی از شما هستم، نمیدونیم چی میگیم، نمیدونیم چی میخوایم. و باز هم یاد این آقای نادر نادرپور به اصطلاح گرامی باد که میگفت که ما ایرانی ها در عوضی شنیدن و عوضی گفتن شماره یک هستیم. و اما میگه عقاب همیشه تنهاست اما لاشخورها همیشه با هم هستن. این علی شیرازی برامون یه عکسی فرستاده که اینجوری نوشته، نه من فکر نمی کنم، اتفاقا یک خانم و آقایی رو نشون میداد که اینها کار اداری حقوق خوب رو ول کردن، یه 60,000 دلاری توی حسابشون بوده، رفتن 22 اکر زمین خریدن. آمریکا نسبتاً زمین ارزونه، مثل ایران نیست. ایران هم لابد همینجور، شما از یه جایی که مرکزیت داره از مرکز شهر بری دورتر زمین مجانی هم بهت میدن. در هر صورت آمریکا هنوز به اصطلاح خوبه، تونسته این قیمت‌ها رو نگه داره. اینا اومده بودن 22 اکر زمین خریده بودن، فکر کرده بودن حالا میرن اونجا 4 تا گاو می‌خرن میشه 40 تا، 10 تا مرغ می‌خرن میشه 100 تا، و دیده بودن که نه اینجوری نیست. و اتفاقا نشون میداد که توی اون مزرعه، این مزرعه شده آشیانه عقاب‌ها. اگه عقاب تنهاست دوست نازنین، این شعارهای بیخودی الکی چیه که شما یه نفر نوشته شما پخشش میکنی، منم اینجا میگم پخشش میکنم، بعد یه مدتی این به صورت یک نرم، یک قانون جامعه در میاد که بله عقاب همیشه تنهاست. اگه عقاب تنهاست چرا میگن آشیانه عقاب ها؟ در اصل اونجا نشون میداد عقاب ها با هم منتظر بالای درخت وایساده بودن که حیوانای این بیچاره یکی یکی بمیرن یا ضعیف بشن، اونا بهش حمله کنن و بخورن. میدونید که عقاب گوشتخوار هست، عقاب از تو هوا میاد پایین، ماهی رو از توی آب میگیره، میبره، میخوره، تیک تیکی میکنه و الی آخر. این هم از این ماجرا. و اما یک، من بارها گفتم وقتی میگیم دوست، منظور اون این نیست که ما با ایشون مثلا هر شب گفتگوی تلفنی داشتیم و اینها. یک آقایی بود به نام حسن آل سفر، من ایشون رو یک بار دیدم، یک بعد از ظهری توی کالیفرنیا وقتی که رفته بودم خونه اون دوستمون، و به من گفته بود که یه آقای برنامه‌های ورزشی داره توی تلویزیون کالیفرنیا و همسایه ایشونه. من فکر کردم اون آقای بهرام صمیمی یا بهمن صمیمی هست، ورزشکاره که زیبا اندامه و از این داروهای نمیدونم چیز میفروخت و اینا، فکر کردم اونه. بعد که آمد بیرون و همونجا داشتیم صحبت میکردیم، دیدم آقای حسن آل سفره که من ایشون رو از طریق تلویزیون میشناختم، سالهای سال بود برنامه‌های ورزشی، خیلی آدم خوش اخلاقی، اون به اصطلاح تحلیل‌های ورزشی که میکرد یه جورایی به مزاق ما ایرانی‌ها میخورد و اینها. در اصل این بنده خدا گویا سرطان گرفته و توی مدت خیلی کوتاهی از دنیا رفته. در هر صورت یادش گرامی، روانش شاد، و احتمالاً افرادی هستن که اونها هم با ایشون مخالفن که ای آقا اگه ایرون ایشون بد نبود که تو تلویزیون‌های کالیفرنیایی نبود. خب عمه تو تلویزیون داره، بیا تو تلویزیون عمه تو برنامه بذاره. مفسر ورزشیه، خودش ورزشکاره، مربی تیم هنرمندان بود اگر اشتباه نکنم، فوتبال هنرمندان لس آنجلس بود، بیاد کجا صحبت کنه؟ چرا مزخرف میگی؟ شماهایی که هر کدومتون یه تلویزیون باز میکنید به هیچ کس اجازه نمیدید بیاد صحبت کنه. در اصل کارمون خیلی خرابه دوستان. امروز دو تا، یه دلیلی که برنامه رو زودتر شروع کردم اینه، چون دوشنبه برنامه نداشتم و من فکر میکنم اینو نگرفتم، ولی این دوستمون میگه که اون روز فرستادن ما اینجا گمش کردیم. خب ابی هم نداره، بالاخره این وسط یه جای گم شده. بعد از ایشون خواستم که دوباره بفرستن، وقتی فرستادن اون نوار قبلی رو فرستادن، گفتم بابا این نواره نوشتش یه چیز دیگه است ولی نوارش فرق میکنه اینا. ایشون لطف کرد و فرستاد و بالاخره اون چیزی که مهمه الان ما این دو نوار رو داریم، یکیش در رابطه با این. اولا عید فطرتون مبارک، بذارید من یه عکس عید فطرم براتون بذارم. این عید فطر من فکر میکنم عیدی هست که هم اونایی که روزه میگیرن خوشحالن، هم اونایی که روزه نمیگیرن حتما میگه این سربی چی میگه، دوباره گرم شد هوا این دیوونه شد،
چرا اونایی که روزه میگیرن خوشحالن؟ برای که خب دیگه بالاخره یک ماه عبادت و نمیدونم ریاضت و هر بدبختی که کشیدن تموم شده، حالا عید فطر حسابی میتونن جشن بگیرن و بخورن و بنوشن. چرا ماهایی که روزه نمیگیریم خوشحالیم؟ برای که اگر جز اونایی هستیم که فکر میکنیم چون اونا روزه هستن ما نباید بنوشیم و بخوریم جلو اونها، خب پس برای خودمون یه محدودیتی درست کردیم، با این عید فطر آمدن محدودیت از بین رفته. اگرم جز اونایی هستیم که در ایران آزار و اذیت میشیم به وسیله پلیس، به وسیله پاسدار، به وسیله بسیج، به وسیله این اون، باز خوشحال میشیم که بابا این تموم شد، اقلا دیگه اینا نمیتونن مزاحممون بشن. یه خانمی صحبت میکرد، میگفت که چند مدت پیش رفته بوده ایران و راجع به این دوستانی که هی فوش میدن به این جوونا که آقا این چرا اینجوریه، اینا نمیفهمن بابا این 37 سال جوونه با رژیم جمهوری اسلامی با سیستم مدرسه های اونجا بزرگ شده. بعد میگفت که من یه جایی بودم، یه پسر خیلی کوچولو گفت خانم حجابتو رعایت کن و نمیدونم خودتو بپوشون و اینها، و این گفت من اصلا تعجب کردم که یه پسر کوچولو چجوری این چیزا رو بلده و چجوری به خودش اجازه میده به من این رو بگه. و اما شطور با حجاب و ویسکی خور، امروز یک ویدیوی من دارم براتون نشون میدم که میگه بالاخره عربستان سعودی قبول کرده که زنها با شطور و نمیدونم حیوانات پستاندار دیگه برابران اینها، و این رو خیلی جنبش و حرکت بزرگی، قدمی به سوی پیش حساب کردن، بدین دلیل که تا کنون این میگفته که زن با به اصطلاح چیزای مثل چی بهش میگن، با جسم چی میگن، چیزای جامد و اینها، یعنی مثل ابزار و وسیله و اینهاست، حالا یه درجه اومدن بالا که اقلا قبول کرده که اینها مثل شتر. میدونید شتر در فرهنگ عرب یه چیز محترمی بوده اون موقعی که نه ماشین بوده نه چیزی، از اون ور هم ازش استفاده میکنن برای رفت آمد، هم ازش استفاده میکنن برای گوشت خوردن و فلان بسار اینها. در هر صورت و اینی هم که شتر رو با وقتی میخواییم بشمارید با نفر میشمارن، و حتی وقتی که میخوان دیه و اینها تعیین کنن میگن مثلا در قبال خون این اینقدر شتر و اینها، برای که یه چیزی بوده که تو حیوانات دیگه با ارزشتر بوده، یا اقلا توی اون منطقه عربستان و توی فرهنگ عرب ها. در اصل این ویدیو رو هم براتون نشون میدم. و اما آدیوی دوست ما درباره تضادهای مغزی یک فرد، آره این بهتون گفتم دو تا ویدیو دارم، یکیشو ساعت 1:30 یعنی حدود 11 دقیقه دیگه بهتون نشون میدم. بذار برای این بنویسم که live on air. خلاصه یکی دیگه‌ش هم ساعت 2:30 براتون نشون میدم، چون باز سر ساعت 2 برنامه خودم که شروع میشه، یه عده اونایی که ساعت 2 میان بدونن که چرا ما یه ساعت زودتر شروع کردیم. ضمناً امروز ساعت 3 با آقای یزدان خداوندلو هستیم که هم درباره برنامه آقای هوشنگ امیراحمدی میخواد صحبت کنه، هم درباره موضوعات برنامه خودش، و در ساعت 5 به وقت واشنگتن یا به وقت شرق آمریکا نیویورک با آقای پرویز مینویی از تگزاس هستیم. یه دوستی برای من توی اسکایپ نوشته بود این حقیقت داره که تلویزیون مردم همه میتونن توش برنامه داشته باشن. گفتم آقا اسم تلویزیون تلویزیون مردمه، شما جز مردم هستید؟ گفت بله. گفتم همین یه شرط کافیه، شما میتونید برنامه داشته باشید به شرطی که قوانین آمریکا و قوانین کانادا، این دوتا کشوری که قانونش روی این سیستمای ما داره کار میکنه، اینا رعایت کنید، به کسی تهمت و اتهام و فحش و نمیدونم فلان اینها نگید، و اگرم گفتید خودتون مسئولید، و اصلا نگید. مگه مرض دارید که بگید؟ حالا منی که میگم مگه مرض دارید که بگید، براتون تعریف کنم. اولا هوشنگ جان، هوشنگ ترسو، همشهری عزیزم، دیروز دو تا کتاب هویدا رو برای شما پست کردم و گفته بودم یا شنبه، اگه شنبه نرسم، چون دیگه دوشنبه تعطیل، سه شنبه. دیروز صبح اول صبح بلند شدم رفتم اداره پست، و اینی که میگم مگه مرض دارید بد فکر کنید یا توهین کنید یا تهمت بزنید، براتون این ماجرا رو بگم. و من دو تا ماجرا تا حالا برام اتفاق افتاده. یکی یه مهمونی بودم، دو نفر اونجا
تقریبا اول مثل اینکه میخواستن دعوا کنن، بعد آشتی کردن، چون گویا توی راه که داشتن میومدن دوتاشون اون آدرس رو بلد نبودن دیگه. این یکی داشته نگاه میکرده، اون یکی داشته نگاه میکرده، اون پشت سر اون بوق میزنه، این میپیچه جلو، اون یه انگشت و یه انگشت هم بیلاخ اینجا. به جای اینجوری این میشه موفق باشید تو آمریکا و اروپا. این انگشت وسط که بعضی هم معنیش نمیدونه، انگشت وسط از اونجایی میاد که اینها با تیر و کمون رو میکشیدن و تیر رو رها میکردن، بعد هر کسی خلاف میکرده، دوستان یادتون باشه، همین جاها هم دستش و انگشتش رو قطع میکردن که این دیگه نتونه جنگجو باشه، چون بعضی ها از راه جنگجو بودن امرار معاش میکردن. خلاصه بعضی وقتا اینها وقتی دعواشون میشده، طرف عصبانی که میشده به اون یکی انگشتش رو نشون میداده که یعنی ببین من هنوز انگشتم رو دارم و میتونم با تیر و کمان بکشمت. بعد طی زمان این انگشت نشون دادن تبدیل شده به فحش و به هر کسی، به هر کسی میخواد فحش بده. حالا اونی که این فحش رو میگیره، هر پنداری، هر برداشتی که از این فحش داره اونو قبول میکنه. بماند. برگردیم اداره پستخونه ویرجینیا. ما رفتیم پستخونه و وقتی میخواستم پارک کنم، دیدم چون صبح سه شنبه است و بعد از یه شنبه، دو شنبه، شنبه بعضی ها دیگه تعطیل بودن، بعد از سه روز پستخونه باز بود، شلوغ بود. اینم یه پستخونه کوچیکیه، همیشه هم که اینجا سه چهار نفر برای این به اصطلاح هندیکپا هست، من میگم کور و شلو اینها. بعد باقی هم اینجا پر بود، اونجا هم پر بود، یه جا خالی بود و فهمیدم چرا خالی بود. این کسی که پارک کرده بود انقدر این ور پارک کرده بود که این کسی که مثل من اگه میخواست بره پارک کنه، میگه خب الان من پارک کنم یا باید بیام بزنم به این وری که این بنده خدا بیاد، یا میزنه به درم یا نمیتونه بره تو ماشینش، یا بغل این اگه پارک کنم خودم نمیتونم بیام بیرون. من یه دفعه نگاه کردم، دیدم این ماشینی که خیلی اومده این وقت پارک کرده، راننده داخلشه و چراغ دندقبش هم روشنه، یعنی میخواد بیاد عقب. گفتم خب اشکالی نداره، من میرم جای خودم درست وسط این خط پارک میکنم، این میره بیرون، برای منم جا میشه که من بیام بیرون. من همچین که رفتم داخل، دیدم که این خانم، ماشاءالله شما خانما، قدیما بابا میگفتن این ماشین مال یه خانمی بوده، تا میگفتن مال یه خانمی بوده، مردا این ماشین رو میخریدن برای که میدونستن خانما مثل آدما رانندگی میکنن. حالا شما هم شدید مثل ما مردا، وحشی 30 تا کار میخواین انجام بدید، نمیدونم ابروتون رو درست کنید، ماتیک بمالید، بچه رو خوراک بدید، تلفن بزنی سر کار و فلان، اینها رانندگیتون هم ماشاءالله خیلی بد شده مثل خودمون. یعنی اون وقتا میگفت دستی به هم براریم، فرقی به هم نداریم، این اعتباری که پیش من یکی داشتید از بین رفت. رانندگی خانم ها بعضی جاها بدتر از آقایون هم شده. بماند. ما گفتیم خب این داره میره عقب، وایستادیم. همچین که من اومدم بغل این چون میخواست بره عقب، یکم وحشت کرد که من به این نزدیک، حالا یا یه چیزی گفت یا یه اشاره‌ای کرد. خب من درست حقیقتش ندیدم، من بدونی که بی احترامی کنم چیزی، دستم چون شیشه ماشینم باز بود، هوا خوب، دستم کردم بیرون، بهش گفتم که شما نگاه کن این خط کجاست و شما اومدی این ور خط. خلاصه این اومد عقب عقب، وقتی هم داشت میرفت یه چیزی گفت و رفت. حالا چون شیشه اون بالا بود، شیشه من پایین بودم، من نشنیدم، ولی اینجا اون فکر من، فکر بد من، فکر کرد که این مثلا یه فحشی داده. منم اومدم پایین، رفتم این داشت میرفت، اینجوری انگشت بهش نشون دادم که انگشت من هنوز خلاف نکردم، نبریدنش، میتونم با تیر و کمون بکشم یا بیلاخ به قول خودمون. من دیدم این راننده پیچید رفت پارک کرد کجا، جایی هم که اصلا نباید پارک کنه، اونجا مال ماشینای خود پسته، رفت پارک کرد و ما خب در نزدیک بود رفتیم تو، متوجه شدم که این خانم داره میاد. حالا من اون اول فکر نکردم که این حالا لابد میخواد بیاد یه بلایی سر ماشین من بیاره، گفتم حالا حتما میاد یه چیزی میگه، منم بهش میگم که برو بابا خدا اجرت بده. راستی چی بگین به اینایی که میان دنبال اون یه چیزی میگن؟ بگیم بابا لیو می الان، گت لاست، گم شو فلان. نه خلاصه رفتیم تو صف وایسادیم، سه چهار نفر جلومون بودن، شلوغ بود دیگه، وایسادیم و دیدم این خانم اومد، یه خانم جوونی هم بود، مثلا 30 سال،
این ماجرای جوون پیری هم خیلی ها اون وقتا که 13 14 سالمون بود یه نفر 30 سالش بود میگفتیم وای این چقدر پیره، حالا که خودمون شده 60 سالمون 30 ساله ها جوونه. بماند این همون زندگیه که میگن همه چیز بر اساس نسبیت. در هر صورت این خانم وقتی اومد داخل ما گفتیم حالا دیگه شهر به پا میکنه داد بیداد میکنه و اینها، اومد گفت که سر I just came back to tell you I'm sorry. من آقا من فقط برگشتم که بگم من متاسفم، من متوجه نشده بودم که چقدر آمدم تو خط اینوری پارک کردم. منم بهش گفتم اوکی مشکلی نیست، منم متاسفم اگر چیزی گفتم و این رفت. ما تو صف بودیم و اینا، بعد پیش خودم گفتیم عجب آدم اگر یه چیزی نگه خیلی بهتره و فلان اینها، یه مقداری از خودم شرمنده شدم. آمدم و سوار ماشین شدم و تو راه که داشتم میمدم اون ذات بدمون دوباره جانی داره بازیمون گل کرد، گفتن اه نگاه کن، من نگاهی ماشینه نکردم ببینم که این اینجا تو آمریکا رسمه یه کسی از یه کسی دلخوره با با کلید، شاید این ماشینا رو کردن بدون کلید برای اینه، اینجوری میرن کلید ماشینا رو میکشن روی در ماشین روی کاپوت ماشین اینا، بعد بهش میگن کی دی کی در کارز یا همچیز. خلاصه گفتم که نگاه کن ما نگاه نکردیم، حالا ما فکر کردیم این خانم آمریکایی خیلی خوش ذاته، ولی فکر کنم این اومد تو به من اینجوری بگه بعد که بره بیرون خط بکشه رو ماشین من، حالا ماشین منم یه ماشین 10 سال کهنه همه جاش این در ماشین خورده و فلان اینها، ولی الحمدلله هم من هم خانمم از لحاظ رانندگی سعی میکنیم خیلی وحشی نباشیم، خیلی من که میخوام خیلی وحشی نباشم، خانم بنده خدا اون اصلا رانندگیش خیلی خوبه اینا. بمانه تو راه که میمدم همینجوری گفتم بله این حتما اون وره ماشین ما رو برده خط انداخته که ما وقتی میایم متوجه نشی. خلاصه اومدم تا خونه رسیدم دور تو دور ماشین رو نگاه کردم دیدم نه بابا بنده خدا خط ننداخت. دوباره اومدم نشستم یه نیم ساعتی بعد دوباره اون ذات بعد گفتم که آها این میدونی چرا اومد عذرخواهی کرد؟ چون من بعد از 3-4 روز ریش نزده بودم و قیافه این میدل ایسترن یعنی خاورمیانه‌ای و اینها، این گفته که این از دست من عصبانی شده، بعدم که من رفتم این اومد بیرون شماره ماشینم برداشت چون تلفنم هم دستم بود، این فکر کرده من شماره گرفت تلفن عکس گرفتم فلان اینا، حالا این میخواد دعوا مثلا فردا بیاد خونم رو بسوزونه، آتیشم همه همسایه هستیم دیگه اینجا. بعد از دیروز تا حالا دارم فکر میکنم که چرا مغز ما اینقدر یه دفعه 180 درجه عوض میشه، از یه آدم خوب خوب، از اون آدمی که به این خانمه گفت که منم متاسفم اگه به شما اعتراضی کردم، یه دفعه میشم یه آدم بعدی که این فکر کرده اینجوریه اون فکر کرده اونجوریه. خلاصه دوستان این فکر کرده اینجوری و اون فکر کرده اونجوری رو ول کنید، بریم سراغ این دوستمون و ماجرای عید فطر و اینها رو براتون این دوستمون میگه، ماجرای امامزاده ها رو برامون میگه، بعد در قسمت دوم برنامه من که از 2 تا 3 شروع میشه ساعت 2:30 ایشون یه برنامه ای داره راجع به مغز صحبت میکنه، خیلی برنامه خوبیه، من به ایشون تبریک میگم. و خیلی از شما از من پرسید چرا اسم این آقا رو نمیگی، شما که همیشه میگی هر کی میاد باید اسمشو بگه، فامیلشو بگه، ایمیلشو بگه، شماره تلفنشو بگه. بله دوست عزیز، ولی بنا به دلایلی اگر طرف گفت من الان شرایطم یه جوریه که نمیخوام بگم، همین که من بشناسمش اگر یه اتفاقی افتاد یه چیزی گفت تهمتی زد اتهامی زد، اگه کسی آمد پلیسی آمد میگم آقا اینها این ایمیلش این آدرسش این شماره تلفنش این تمام چی میگن کامیونیکیشن هرچی مکالمه مبادلات ما اونم هست. و ایشون اتفاقا قول داده و تو برنامه هم میگه تا زمانی که اون برنامه های طولانی تری که میخواد اجرا کنه ایشون فعلا دلالش هم به خود من گفته قابل قبولم هست، بهتره که ما اسم و فامیلش رو ندونیم. حالا شما فکر کنید اسم ایشون هم کوروش کبیر، شما فکر کنید اسم ایشون هم چی میگن محمد ابن عبدالله است، چی بگم آخه، فکر کنید اسم ایشون آقای وطنخواه نمیدونم آریانه، اونم اسم قلابیه، فکر کنید اسم ایشون مهران صدریه، مهران صدری هم اسمش قلابی بود. بماند بریم نوار ایشون رو گوش بدیم و من نمیدونم چرا این چیز
اینجا مال فیسبوک میچرخه. دوستان عذر میخوام اگه یکم تصویر ما کج مواجه. ببینین علی ترابی چی میگه، میگه که جناب سر مگر مرض داری به بچه شاگیر میدی؟ از دست گیر شما از ولیعهدی استعفا داد. این از این امت به خودشان گرسنگی میدن ولی یک نفر را سیر نمیکنن. نه به خودشون هم گرسنگی درست نمیدن، چند ساعت گرسنگی میکشن از این ور دل درد میگیرن، علی جان چند ساعت پرخوری میکنن از اون ور دل درد میگیرن، نه اینکه بگن آقا من صبحونه رو سحر خوردم، شامم هم افطار، این نهارم رو برم بدم به این همسایم که نداره. اگه این کارو میکردن که وضعمون خوب بود. بشنویم صحبت های این دوستمون رو و دوستان فیسبوک هم. سیستم صدا دیگه باید خوب خوب شده باشه، هیچ شکایتی پذیرفته نیست و سعی کنید اگر براتون امکان داره دوستان تلویزیون مردم رو حمایت کنید. بفرمایید. در هر قوم و دهستان و شهری بارگاهی با گنبد و مناره ساخته که در آن یک بزرگوار به خاک سپرده شده، بر ذریحشان بندگان حقیر و ستم دیده جمع می شود و عقلشان فرو کردن که راه برآورده شدن نیایش ها توسط این درگذشتگان ممکن است. زیارت ذریح امامان به امامزاده ها پرثواب و با اجر معرفی شدند. این درگذشتگان بیماری ها را شفا داده و قرض ها را جبران و خلاصه برای هر مشکلی حلی دارند. این در حالی است که اسلام تنها عقیده بدون پارتی و یا واسطه میان آفریده و آفریدگار شناخته شده که نیازی به موبد و کشیش ندارد. در هر رکعت نماز قبل از سجود میخوانند سمع الله لمن حمده، خداوند میشنود حمد و ثنای هر کس که او را بخواند. یعنی نیت و دعای بنده فوراً بدون سیم و یا تلفن همراه یا هر گونه دستگاه و طرف دیگر به خداوند میرسد. پس این همه پارتی یافتن به منظور برآورده شدن نیایش به خدا برای چه؟ آیا پیامبر چه این اصلی را معرفی کرده؟ این همه امامزاده را از کجا آفریدی؟ و به شهرها و دهها و دهکوره‌ها فرستادی؟ به جای تهمت زندیق و کافر زدن بیایید دانش پژوه دین باشیم، بیایید قرآن را داور قرار دهیم، باز کنیم و شما هم بشنوید. یک، سوره الانعام آیه 56، قل اینی نهیتو ان اعبدو الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذن وما انا من المهتدين. ترجمه، خطاب به پیامبر، به بندگان بگو من از عبادت کسی جز خداوند منع شده ام. بگو اگر به میل شما عمل کنم گمراه می شوم و هرگز هدایت نخواهم شد. سوره الاعراف شماره 2، سوره الاعراف آیه 194، ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. ترجمه، آنان را که جز خدایان و شما از آنان درخواست میکنید بندگانی چون شما هستند. اگر عقیدتان نسبت به آنان را درست میپندارید پس دعاهایتان را مستجاب کنند. 3. سوره الاعراف آیه 197، ان الذين تدعون من دوني لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. ترجمه، از آنان که تقاضا میکنید نمیتوانند شما را به پیروزی برسانند و خودشان را هم نمیتوانند پیروز کنند. 4. سوره الحج آیه 72، یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا
لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. ترجمه: ای مردم، مثلی می آوریم و آن گوش فرا دهید. آنان که به جز خداوند شما ستایش می کنید، توان آفریدن یک مگس را هم ندارند، حتی اگر هم دست جمعی کوشش کنند. اگر مگس چیزی از آنان بگیرد، نمی توانند باز ستانند. این است ضعف یک درخواست کننده و مخاطبش. ملایان این آیه را معجزه می دانند، فقط آن قسمت مگس و گرفتن چیزی را جلو آورده می گویند قرآن کریم قبل از هر کسی دیگری ما را به وجود میکروب و انتقال آن به وسیله مگس آشنا ساخته. اما قسمت دعا کردن وجود خداوند را نادیده می گیرند. 5. سوره فاطر قسمت آخر آیه 13 و 14: والذین تدعون من دونه ما یملکون من قنطیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ترجمه: کسانی را که بجز خداوند دعا و نیایش میکنید و چیزی ندارند، اگر از آنان بخواهید دعای شما را هم نمیشنوند و اگر شنیدند آن را مستجاب نمیکنند. در روز قیامت به علت شرک به معنی شریک تراشیدن برای خدا شما را کافر میخوانند. این یک نوید دانشمندانه است. در کاظمین در منطقه النواب جنوب وسط شهر نجاری یک کارگاهی داشت. در سال 1964 و در آغاز به کار آمدن اولین بار بعثی‌ها به تهمت کمونیست بودن بازداشتش کرد. دو روز بعد از دستگیری مادر موفق شد او را در زندان ملاقات کند. مادر برای اطمینان بخشیدن و قوت قلب دادن به فرزند گفت: نمیدونی عزیزم، دیشب در حرم موسی بن جعفر ساعتها دعا کردم تا تو را آزاد کنند. پسر گفت: مادر، آیا تو عاقلی؟ موسی بن جعفر وقتی زنده بود 27 سال در زندان پسر عمویش گذران و نتوانست خود را آزاد کند. الان که قرنها از در گذشتش می گذرد چگونه می تواند مرا آزاد ساختن سازن؟ این دوست را ببخشید، در آغاز گفتم که کمونیست یعنی کافر بود. 3 روز قبل از ماه رمضان مقاله ای را آقای سربی خواندند که در آن شادروان جعفر خلیلی معرفی و داستانی به نام یکی از دو تقدیم حضور داشت. داستان دیگری را از آقای خلیلی بشنوید. نامش برکت است. کشاورزی فرسوده و ضعیف نمیتوانست زمینهایش را کش نماید و در برابر مشکلهای خشکسالی و بدون کمکیار محصولی به دست آورده و امرار معاش کند. فکری به مغزش خورد. بامداد روز بعد هیجان زده از خواب برخاست و به اهل عیال گفت که ناتوانی من به این علت است که در کنار حیات به خانه سیدی بزرگوار به خاک سپرده شده و من از این امر بیخبر بوده ام. سید بسیار ناراحت به خوابم آمد و مرا سرزنش کرد که متوجه او نبوده و احترام لازم را بر نیاورده ام. فوراً با کمک خانواده در کنار حیات در جایی که سید در خواب او نشان داده بود رفته و بر یک سر قبری ساخت. خبر خواب کشاورز در ده پیچید. زنی که پسرش بیمار بود نذر کرد اگر پسرش خوب شود در قبر سید سنگی بسازد. تصادفاً پسر خوب شد و جای قبر از همکف بودن با زمین بلند شد. دعاها و نذرها افزون گشت. با کمک اهل دل با مرور زمان بر روی قبر ذریح و گنبد و بارگاه و ایوان و صحن و رواق ساختند و خانه کشاورز قبل کشاورز قبله شهر و جای نمازگذاری و عبادت شد. کشاورز با کمک یک آخوند در نجف یک زیارتنامه برای ورود به صحن همانا حیات به خانه کشاورز بود و دیگری برای خواندن سر ذریح تهیه کرد.
که در چارچوب‌های متعدد برادر دیوارهای مزار آویخت. دعاها همه با سلام و نیایش و درخواست و کوچک کردن و ذلیل کردن خیش شروع و با عبارت الحمدلله و برکاته ختم شد. پیشاورد کلیددار عتبه مقدس شد و با به سر گذاشتن عمامه و بلند کردن ریش و پوشیدن قبا و عبا مقام محترمی در دهیان بر سر ذریع با خشوع می‌ایستاد و به تماشای زائرین و شنیدن دعاهایشان روز و شب را در نعمت می‌گذارد. نظری را که در سری که در ذریع می‌انداختن می‌شمرد. هر وقت کلمه و برکاته را می‌شنید بسیار شاد و به خود می‌بالید که حقیقت برکت را روی دش کرده. روز و روزگار بر شما پربرکت باد. دعا می‌کنم که برکت ماه رمضان مشکل گشای شما شده باشد. عید فطر هم فرا رسید، مبارک باشد و برکتش بر شما باد. چگونه خود و خدا دارید. آها، اجازه بدید بهتون بگم از ترجمه این داستان برای دوستان و آشنایان خارجی خودداری کنید. دنبال ترجمه کلمه برکت در انگلیسی زبان‌های غربی نروید. آن کافران جهنمی لامصب تا حال این کلمه را کشف نکرده و در فرهنگ نامه‌هایشان هم نیامده. خوش باشید. خب بسیار ممنون از این دوستمون. و ضمن اینکه وقتی شما عربی میخونید من واقعا از خوندن شما لذت میبرم و خیلی جالبه، ولی یه پیشنهاد بهتون میکنم، چون به صورت تصویری نشون نمیدیم اون آیه و اون کتاب و اون صفحه رو، به نظر من برای اینکه یه مقدار این پیام ها هم کوتاه‌تر بشه شما فعلا پسنده کنید یا بسنده کنید به همون که بگید آیه شماره فلان سوره شماره فلان و اون رو بعدش با فارسی صحبت کنید. حالا اگر یه نفر آمد اعتراض کرد بعد ما اون عکس و اون صفحه رو نشون میدیم برای اونایی هم که عربی بلدن اینها قضاوت کنن. در اصل ممنونم، صحبت بسیار جالبی بود، چندین تاپیک مختلف رو شما جمع کرده بودید و این میگم حالا وقتی که دوستان با شما آشنا بشن این چیزی نیست به غیر از اون تجربه 50 ساله‌ای که شما دارید که میتونید اینو بیارید اینجوری بگید، جمع کنید، شروع کنید، پخشش کنید، بریزید همه رو اینجا، بعدم یکی یکی همه رو جمع کنید و به قول معروف برنامه رو ببندید. ممنون و متشکرم. همین الان که یعنی قبل از چیز داشتیم راجع به آقای کیارستمی صحبت می‌کردیم. دوستان آقای کیارستمی روان شاد، یادش گرامی باد، 26 سالش نبوده، 76 سالش بوده. پدر بنده 67 سالگی فوت کرده. پدر و مادر شما چند سالگی فوت کرده. حالا تازه خانواده کیارستمی آمدن میگن که به ما بگید که این مریضیش اصلا مریض سرطان بوده یا نه. ببینید ما کاری نداریم. خانواده کیارستمی، کدوم یک از مریضای ایرانی وزیر بهداشت آخوندان میره اونجا 4 بار دیدنش؟ کدوم یک از مریضای بیچاره ایرانی با هواپیمای خصوصی میره فرانسه یا ایتالیا یا هر جایی؟ والا نکنید، من تو آلمان بودم دیدم این بیچارهایی رو که صدام زده بود چیز شیمیایی می آوردنشون تو آلمان. بعضی هاشون مثلا طرف اینجوری حالا نمیخوام هم یاد خودم بیاد، این بیچاره پانسمان و اینا نداشت، همینجوری دستش با این میگره پوستش مثلا کنده شده بود آوردونش که برسوننش اونجا. حالا شما یه آدم 76 ساله‌ای که سرطان روده گرفته، چون دیگه همه گفتن و مینوشتن ما میگیم که سرطان روده داره، بابا من خودم یه جوون دانشجو رو سراغ دارم، داشتم دیگه بنده خدا فوت شد. میدونید خانوما معمولا سالمتر از آقایون زندگی میکنن، چینیزا یا ای آسیایی ها سالمتر از آدم های دیگه هستن. چینیز ایژن توی 22 سالگی سرطان روده گرفت، فوت شد، مرد، رفت.
حالا ببینید من براتون اینو نشون میدم. اتفاقا اینو آقای مهدی ذوالفقاری لطف کرده فرستاده، از ایشون ممنونم. میدونید که ایشون یک نشریه، نمیدونم این نشریه های اینترنتی رو، حالا اینا رو هم باید بگیم نشریه، چون نشر میکنن دیگه، یه چیزی رو به اصطلاح پخش میکنن، زحمت میکشن برای دوستان، ما هم اینجا ازش استفاده میکنیم. بذارید به این صورت براتون اندازش رو ردیف کنم با صفحه و امیدوار باشم شما هم بتونید بخونید. میتونید؟ طرف میگه هنوز که چیزی رو ما نشون ندادی. بیا اخبار برگزیده، گزارش کیا رستمی. خانواده خواستار شفاف سازی هستند. دکتر مهبد ابراهیمی بی بی سی گزارش داده، نوشته که در فیلم گزارش ساخته بلند عباس کیارستمی 1356 سکانسی در بیمارستان اتفاق می افتد که شاید بتوان آن را ظریف‌ترین حجب نظام درمانی در سینما ایران داشت. خب حالا این چون کارگردان بوده، فیلمساز بوده، از فیلماش استفاده میکنه. ولی جالبتر میشه که میاد این پایین صحنه ای از فیلم گزارش رو نشون میده و اینا. اسم این فیلم هم هست گزارش 1356 اگه اشتباه نکنم، یکی از آخرین فیلم های آقای عباس کیارستمی. خلاصه اینجا رو نگاه کنید، اینجا جالبه، نوشته که شما میبینید خانواده آقای کیارستمی میگویند که تشخیص پولیپ، این پولیپ یعنی همون قده، پولیپ روده از قبل برای آقای کیارستمی داده شده بود و او خود تصمیم گرفت که در چه زمانی برای جراحی انتخابی غیر اوژانس اقدام کنند. حالا براتون این میگم، آقایون مردایی که رفتن اندوسکوپی میگن چی؟ میگن کولوناسکوپی. میدونن وقتی که اون کیبل معروف رو میفرستن و عکس میگیرن و فیلم میگیرن و بعدم جایزتون بهتون 4 تا از اون عکس ها رو میدن، بعضی وقتا این پولیپ یا این قده ها هست ولی اینا بهش میگن خوشخیمه. بعد با وجود بری همونجا هم نمونه برمیدارن، میفرسن آموزشگاه، میفرسن آزمایشگاه که به اصطلاح سرطانی نباشه و فلان اینها. ایشون مثل این که داشته میدونسته. بعد میگه که اما دکتر رضا پایدار معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران که از طرف وزیر بهداشت ایران مسئول رسیدگی به درمان آقای کیارستمی شده بود، معتقد است که جراحی برای پیشگیری از پیشروی سرطان انجام شده است. دوستان تو رو خدا ببینید، ما حالا کاری نداریم، این آخونده از خودشون پدرسوخته تر، خودشون، سیستم مملکت از خودش بدتر، خودش که وزیر بهداشت رو نمیدونم، وزیر بهداشت ایران یه آقای دکتری رو مسئول کنه برای یه مریض، پدر سوخته. مگه اونای دیگه مریض نیستن؟ مگه قرار نیست همه حق مساوی داشته باشن؟ مگه فلسفه اسلام مساوات و برابری و عدالت اجتماعی نیست؟ مگه قرار نبود جامعه بی طبقه توحیدی باشه؟ برید واقعا گم شید که اگر شماها این کثافت بازی ها رو در نیاورده بودید، یه آقای احمقی مثل بهمن بیگ، این شاه اللهی دزد کثیف که اینجام داره از نمیدونم پولایی که از سوشال سکیوریتی و بابت بچهش که مریضه میگیره و اینها زندگی میکنه، نمیومد وقتی که لیبرتی رو به اصطلاح موشک بارون میکنن برای من بنویسه بیا این دوستاد، شما هم که با اینا تو انقلاب بودی، که من براش بنویسم که احمق اینا ایرانی هن. حتی اگه دشمنای فکری من و تو باشن، الان تو این شرایطی که اینا رو زدن، حالا یه چند روز دیگه هم لابد بیماش پیرمرد پیرزن هنی بیچارا، امیدواریم جراحت و به اصطلاح زخمشون اینا انقدر نباشه که فوت بشن، تو حالا خوشحالی؟ بعد تازه کی؟ این آقای بهمن بیگ همون دخترش و اینا رو هم ور میداره وقتی که این مجاهدین ببینید به چه کسایی پول میدید، میان اینجا پرچم تکون میدن، بذارید زیر ذره بین دوباره اینا رو پول میدید، با اتوبوس میارید، پول چند تای دیگر هم ازتون میگیرن، بعد اون روز میگن نیومده به ما چه. این آقای بهمن بیگ خوشحاله، بعد بهش میگن که ببین من تنها تلویزیونی بودم که وقتی مجاهدین هیچ کس جرئت نمیکرد اسمشون رو بیاره، آقای فیلابی این وظیفه شماست،
من بارها گفتم فیلابی چند بار جلو من گریه کرده، موقعی گریه کرده که صحبت از حق مردم می شده. شما وظیفته که به اینا بگید که این سربی بدون اینکه یه پنی از شماها که مسئول پول بودید، مسئول خرج بودید، مسئول دعوت بودید بگیره، آمده برای شماها چه کارهایی کرده. حالا برگردیم باز به این ماجرای کیارستمی. برای دوستی نوشتم که آقا، اولا من ایشون وقتی فرستاده بود برایش یه آهنگی مال گلپار و هر کسی هر جایی فوت میشه و خواهری برادری رو فیسبوک یا چیزی خبرشو میده، من برایشون این آهنگ خوشا آنان که با عزت بگیتی بساط خیش برچیدند و رفتند، ز کالاهای این آشفت بازار محبت را پسندیدند و رفتند. من فرستادم. حالا جالب اینه که علی شیرازی که به من میگه تو خیلی گیر میدی، علی جان یه نگاهی هم به خودمون بندازی، شما گیر نمیدی؟ من یه نواری رو فرستادم، شما میگی که این نواره خوبه ولی برای شاه خونده بود گلپا. اولا اون کسی که میاد میگه که ستار اون آهنگ شازده خانم برای دختر شاه خونده بود، ستار میاد میگه آقا شاعر که من نبودم، یه شاعری یه شعری گفته، ما هم فکر کردیم اگه اینو بخونیم یه پولی گیرمون میاد. اون آقایی که میاد میگه که داریوش آهنگی خون نمیدونم بوی گندم مال من، هرچی که دارم مال تو، برای این بود که میخواست حق مردم رو بگیره. آقا داریوش اون موقع معتاد بود، همین الان از خودش سوال کنین خیلی چیزای اون روزا رو اصلا یادش نمیاد. حالا شما میگی گلپا این آهنگره که خونده برای شاه خونده، خب خونده باشه، حقشه. گلپا همین چند روز پیش توی 82 یا 83 سالگی یه آهنگی خوند و به اونای دیگه گفت من میخوام ثابت کنم که توی 80 چند سالگی هم میشه خوند. بله آقای گلپا میشه خوند، ولی شما شبی که 4 سال 3 سال پیش 4 سال 2012 بود کی بود اومدید اینجا با آقای شاهرخ خوندید، مردم واقعا شاکی شدن، گفتن آقا اگه نمیتونی دیگه نخون. بله برید تو استودیو، تو استودیو میشه نوار رو جابجا کرد، نوار رو اینجوری یه بار پخش، یه بار ضبط میکنن، یه بار دیگه ضبط میکنن، دوتا رو میارن رو هم، کمبود صدا رو پر میکنن، این سیگنال ها نشون میده. در صورت دوستان کارمون خیلی خرابه. برای این آقای علی شیرازی نوشتم آقا جون من دیگه نظرم رو به شما نمیگم. خب من نظرم رو میگم، شما چرا هی سعی داری که آقا نظر من اینه که آقای کیا رستمی، حالا اگه به قسمت و روزی و فلان و اینها باور نداشته باشیم، بالاخره عمری ازش گذشته، 76 سال زندگی کرده، خیلی ها اصلا تو آمریکا 40 ساله 50 ساله سرطان که میگیرن میگه من نمیخوام کیموتراپی یا همون شیمی درمانی برم، نمیخوام موج نمیدونم پرتو فلان بشم، من سرطان گرفتم زندگی میکنم تا بمیرم. چی میگیم ما؟ خودمونم نمیدونیم. اول ایمیل موافقیم، آخر ایمیل مخالفیم. در هر صورت ممنونم. این دوستونم خیلی بارها گفتم خیلی آدم با حوصله ای، همین که منو تحمل میکنه، دوباره فردا برام مینیسته، دوباره پس فردا برام مینیسته. خب گفت آفتاب آمد، دلیل آفتاب. آقای مهرداد کالیفرنیا، من دیروز براش نوشتم آقا واقعا دیگه شماها صداتون در نمیاد به این رهبرتون بگی خب تا کی میخوای این بیچاره ها رو اونجا نگه داری، گوشت دم توپ و اسلحه و اینای آخوندا و رژیم عراق. یه دوستی میگو که آقا اینا رو آخوندا پول میدن، نیروهای عراقی هم هستن که هم بیکارن هم متنفرن از مجاهدین، چون مجاهدین با صدام به غیر از اینکه بر علیه ایران و ارتش ایران و مردم ایران خیانت کرد، بر علیه کردای عراقی، مردم عراق، شیعه های عراقی هم همکار هم دست جنایت صدام هستن و حالا اون نیروها موندن پول میخوان. این وسط کی پول داره؟ آخوندا پول بهشون میده، قشنگ اونا میان هی شما بیچاره ها رو تق 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 موشک میزن. من برای این دوستم نوشتم که آیا این همان چیزی نیست؟ به مرداد گفتم آقای راستی جمشید قرار بود این هفته نگاه کنی به من خبر بدی، عذرت موجهه، چون این هفته 4 جولای بوده، احتمالاً فامیل و مسافرت و اینها، ولی اونو باید پیدا کنی دیگه. این بارم گفتی نه من ولکن نیستم، معلومه که شما هم از اون آدمای سمجی و خوشم میاد از پشتکارتو ادامه بده. من برای این دوستم نوشتم که
مرداد کاکو جون، آیا این همان چیزی نیست که من سالها دارم میگم؟ چرا اینا اونجا موندن که یکی یکی کشته بشن، زخمی بشن، زخمی بشن، کشته بشن؟ و مریم خانم هم با این عکس ها هی این مادر مرده ها رو ردیف کنه، عکس بگیره، هی آمریکایی ها رو پول بده، نهار بده، شام بده، هتل بده، تو هتل چه چیزای دیگه بهشون میدن بده، بعد اینا بیان دست بزنن و برن. خود من احمق چند بار رفتم فیلم برداری کردم این مراسم ها رو، اون 2014 بود، کی بود؟ انقدر اینا رو تعداد مختلف تیروارون کردن و آوردن زدن و قلقمشون کردن، با ماشین میزدن بهشون، اینا ردیف عکس ها رو گذاشتن. آدم اصلا نگاه میکنه این عکس ها رو، هم یکی مال عکس های جوونیشون میارن، همه سیبیلا مشکی و موها مشکی و اینا، آدم دلش برای یه جوون میسوزه. فرقی نمیکنه، انسان انسانه. آدم اگه 70 ساله هم باشه تصادف کنه بمیره، نه خدایش دورو میگه، برای جوونه بیشتر دلش میسوزه. در هر صورت برای این دوستم نوشتم که یکی یکی زخمی بشن و کشته بشن و مریم خانم هم هی بیاد با اینا عکس بگیره. چون شما بارها گفتید و افتخار کردید به 120 هزار شهید، من نمیدونم حالا باید تبریک بگم به شماها یا تسلیت. آیا شما اگر رهبر بودید این بیچاره ها را در صحرای داغ عراق نگه می داشتید؟ من از شما هم سوال می کنم، اصلا این رو به عنوان تاپیک برنامه امروز می نویسم. دوستان بیننده، شنونده، خواننده، هر جوری که صدای ما رو می بینید می شنوید و بالاخره از این برنامه استفاده می کنید، اگر شما رهبر مجاهدین بودید چه کار می کردید با این سیچویشنی که عراق دو دستی، یعنی توی دست جورجوش احمق با حماقتش عراق رو در یک سینی طلایی تقدیم کرد به آخوند؟ خب اینو اگه قبول داریم، حالا شما به من بگید، شمایی که از ایران فرار کردی رفتی عراق، خب الان که عراق مال ایرانه، پس با بلندش بری یه جای دیگه. تازه اونجا رفتی، اسلحه داشتی، نیرو داشتی، پول داشتی، هیچ کاری نتونستی بکنی جز خودتو به کشتن بدی. امروز میخواین چه کار کنی؟ خانم، آقا، اتفاقا یه دوستی که توی کار مدیا و رسانه هست و اینا دیروز برای من پیغام گذاشت، من تو استودیو بودم نتونستم تماس بگیرم. ای کاش که پیامی که گذاشته بود که پخش کنم برای همه شما. گفت آقا اینا اصلا مثل که بیرون از این لیبرتی خبر ندارن که دنیا یک دنیای دیگه است، دنیای 30 سال پیش نیست. گفتم والا اینا میگن ما با ماهواره از چیزای داخل ایران خبر میدیم به آمریکایی‌ها و فلان اینا. درصد این دوستون اگه مایل باشه یه پیامی بذاره یا یه برنامه بیاد مهمون ما باشه، نظر بده. آقا خانم، اگه شماها رهبر مجاهدین بودید، اگه شما رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت، چه اسمای علکی، چه اسمای دروغی، واقعی مردی که معتادی هست تو انگلستان که یه دفعه بهش زنگ زدم بهش گفتم ببین تو یه دفعه شکر خوردی، اسم تلویزیون مردم رو آوردی توی اون لیستت، اصلا نمیدونست این انقدر معتاد و نشه و خمار بود، نمیدونست کی کجا. گفتم احمق جون برو ویدیوی خودت نگاه کن، اون لیستی که دادن دستت تا حالا می‌خواستی نگاه کنی ببینی این کیه. حالا هم دوباره شروع کرده کسیه که میگه آقای مثلا ایرج مصداقی، من از آقای ایرج مصداقی دل خوشی ندارم، دل خونی هم ندارم، کاری بهش ندارم، قبول دارم که ایش بلنگوهای مثل ایشون مردم رو بدبخت کردن، یک عده‌ای رفتن اونجا زحمت کشیدن فلان، گفتن اشتباه کردیم اومدن، ولی آقای مصداقی بلنگوی مجاهدین بود. آقای مصداقی تا 4-5 سال پیش تبلیغ میکرد براشون، ولی حالا اومده میگه. ولی این مردی که معتاد که نمیدونم مجاهدین چقدر بهش دادن، حالا آمده میگه که تقصیر مصداقیه که حمله کردن. هر وقت یه جایی حمله میشه قبلش مصداقی صحبت کرده به این ساواکیایی که جزء آخونده هستن، چون مصداقی گویا با یک ساواکی صحبت کرده، پرونده های رو آوردن نشون دادن که آقای رجوی چیز هست، به اصطلاح زمانی هم که زندان ساواک بوده با ساواک همکاری کرده، که در این رابطه هم صحبت های زیادی هست. در صورت جواب ما آقا مرداد داده که کاکو جون در یک کلام این یک جنایت هست. خب اینه که ما هم قبول داریم این کاری که کردن توی لیبرتی یه عده آدم سالمند بی اسلحه‌ای رو با موشک زدن جنایت هست.
شما سر چیزایی که ما با هم توافق داریم چرا وقت تو تلف میکنی؟ سر چیزایی که توافق نداریم بیا صحبت کن. سر اینی که من میگم بابا این پیرپاتالا رو از اونجا ببرید و بدبختا برن تو این کشورهای اروپایی دوا و درمون بشن، اقلا این چند سالی که از عمرشون باقی مونده اقلا درست زندگی کنن، بیا سر اون صحبت کن. و اینکه حالا که آلبانی قبول کرده که مجاهدین را بپذیرد با توپ و موشک به جانها آن، آقا خب شماها تأخیر میکنید، شماها دیر میفرسین، و الا تا قبول کرده صدا بزنید نیروهای نمیدونم یو ان و آمریکا و اینها بیان اینها رو محافظت کنن تا بفرسین بره. ولی میگن 20 تا بفرست، 40 تا بفرستید، 20 تا بفرستید، میگن هر هفته بفرستید، هی نگهشون میداری. نکن آقا، آقا مرداد شما شیرازی هستی باید اهل حال باشی و مغز و نمیدونم، نمیخوام بگم اونای دیگه نیستن. خب کاکو جون، آخوند میگه یا تسلیم همراه سلس مثل همین مزدورانی که به اسم خانواده میارینشون. بله اینایی که میان توی تلویزیون ما دوستان، کسی که دوتا برادرش اونجاست، پریشب تا حالا این خانم ایرانپور مثل مرغ سرکنده میگه من نمیدونم حالا برادرای منم جزو این زخمی ها هستن یا نه، اینا از نظر آقا مرداد که نشسته تو کالیفرنیا با خانواده‌اش زندگی میکنه، فقط هر از گاهی زحمت میکشه پا میشه میاد اینجا یا میره پاریس پرچم تکون میده، اینها مزدورن، عزیزشون رو دادن، حالا هم تهمت بشنون، حالا هم توهین بشنون، حالا هم تهدید بشنون. این عدالت مجاهدینه آقا مرداد؟ آفرین به شما، مرحبا. و اما مجاهدین هم مرگ با عزت رو، آقا اگه مرگ با عزت رو قبول کردن، چرا مرگ تدریجی؟ یه روز یه شربتی درست کنن، یه شربت خوشمزه سیانور هم که دم دستشونه، این همه دانشمند دارید بخورید بخوابید. اگه مرگ عزت داره، این آقای مینوی یه بحثی رو چندین هفته است داره میگه، بعضی وقتا ما بدون توجه از کنارش رد میشه. مسئله این اسلام و دینهای دیگه که آقا سرنوشته و بودا که نمیدونم اصل بودا که چرا رفته دنبال بودا، نمیدونم بودایی شده، این بوده که انقدر نگران بچهش بوده که تازه دنیا اومده میره، بعد به این وسیله از همه دنیا میبره، بعد مقایسهش میکنه با زرتشت که زرتشت همش دنبال سازندگیه، فکر فردا هستی. من یه جلسه بود مال این آمریکایی‌ها، وقتی که بهشون گفتم بابا جون این کاری که شما میکنید جواب نداده، از من پرسیدن به نظر شما چه کار کنید، گفتم والا این پولایی که اینجوری حرام میکنید 10%شو خرج کنید بدید اسباب بازی و ویدیو و گیم و تلویزیون اینا بدید به این بچه های عراقی، بچه های افغانستانی، بچه های فلان، بعد ببینم اون آخونده میتونه بیاد بگه ببر بکشته بشو. بچه های میگه امروز نمیام، دارم بازی میکنم، دارم گیم بازی میکنم، فردا میام. مشغولش کنید، یه چیزی بهش بدید که چیزی داشته باشه برای زنده موندن و زندگی کردن. شما هر چی اینا داشتن ازشون گرفتید، بعد احمقی مثل صدام، احمقی مثل بن لادن، احمقی مثل آیسیس میاد یه چیزی به اینا قول میده. اولا همون موقع 10,000 دلار 20,000 دلار میدن به این خانواده هاشون، بعد طرف میبینه آقا برادر و خواهر و اینا گشنه است، اقلا میگه که من این کار انجام بدم، یه پولی گیر اینا بیاد، همون موقع یه احترام دروغین که نه، یه احترام حقیقی گیرش میاد. بعد یه قولی هم بهش میدن که 72 تا دختر باکره در بهشت است. کسی که شما به جای این که تلویزیون بفرستید، ماهواره بفرستید، فیلم ها رو به اینا نشون بدید، بابا مرد دختر پسر میتونید با هم صحبت کنید، یک کاری کردید که اونجا طالبان و آیسیس و القاعده و اینها حرف بیشتر بزنن، شرایط اجتماعی زندگی اینا بدتر بشه. خب معلومه که اون میگه آقا میرم کشته میشم، اگه کشته بشم اقلا شهید میشم، شاید اون چیزی که میگن اینا باشه، اگرم نشم قهرمان میشم دیگه، قهرمان میشم برمیگردم پول و زندگی راحت. خب ما هم زندگی با خفت رو ترجیح میدن، ما هم به عنوان یک ایرانی و یک انسان باید ببینیم که ظالم کیست. آقا ظالم آخونده، چه کار میخوای بکنی؟ آقا مهرداد شمایی که رهبرت پیدا نیست، اسلحه نداری، رئیس جمهورت برنامه ای نداره، آقا شما میگی ظالم کیه، ما میگیم اینه، میخوای چه کار کنی باهاش؟ برنامه چیه؟ مرگ با شرافت،
صد اشرف اشرف صد اشرف. امروز ششم، سه روز دیگه شما میخواین باز دوباره علم شنگه در بیارید نهم. یه مشتی معتاد مثل این آقاها رو از انگلستان لابد بکشید بیاد که نه دندون داره، موهاش فقط سیاه میکنه، فکر میکنه جوون. یه مشتی رفتید از لهستان و این برونور که باریکلا این بچه هایی که شما بهشون میگید نمیدونم مزدور و خیائن، رفتن به لهستان گفتن آقا این دانشجو مانشجوها رو میارن اینجا با 35 یورو، اینا فردا اگر اینجا وایسن بر نگردن، اگه اینجا وایسن درد سری پیش بیاد، اگه اینجا تو این سالن بمب منفجر بشه، اینا رو شما و کشور جوابگو هستی. مثلا سفیر داشته چشمش از گوشش در میمده که ای بابا اینا دیگه کیه؟ لهستان چیکار جنبش آزادی بخش ایران داره؟ حالا شما اینجا دلت خوش باشه یا لابد داری بار سفر میبندی بلند شی بری فرانسه. فرانسه این همه رفتین اومدی چی کار کردی؟ آمریکا این همه اومدید واشنگتن برگشتید چی کار کردی؟ والا نکن، نساز، با ما بزن باش که با خلق خدای. مرداجا صد بار بدی کردی، دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. دوباره همون جوری همین شعارای هواداری که به گفته شما فرصت طلب است و به همراه باد حرکت می کند، به همراه پهلوان مسلم فیلابی، نقل از آقای سربی. آخه آقا من کسی که به کاکاش تهمت نمیزنه، یا اگه میزنه دیگه بگو کاکاش نمیگه، من نمیدونم. ای راه و رسم بچه شیراز نبود چی گفتم؟ شما آقای فیلابی، علی آقای کالادا، شماها همتون نمیگید ما خاک تو سرمون، ما مجاهد نیستیم، ما هواداریم. من گفته خودتون رو دارم به خودتون میگم، ببین چقدر بهت برخورده. حالا شما ببین ما چقدر بهمون برمیخورده که باید چون شما دوستمون هستید حرف، ببخشید، حرف احمقانه ای که شما میزنی ما بشنویم صدامون در نیاد. مگه اون دوستمون نبود گفت من سالی 1,000,000 دلار توی کانادا از راه صافکاری در میارم؟ اونم بچه شیراز بود. درست میگم یا نبود؟ آقا 1,000,000 دلار تو سرت بخوره، بلند شو برو اونجا. اگه اونا کاری میکنن، فکر میکنی کار اینا درسته، شما اگه بری کارشون درستتر میشه. آقا مرداد شما تو آمریکا روز چند در میاری؟ روز 200 دلار، روز 300 دلار. یعنی یک نفر مجاهد پر و پا قرص رو شما با روز 200 دلار 300. یه ماجرای هست میگه که طرف گفت که افسوس من اون شغلی که دوست می‌داشتم انتخاب نکردم، همیشه مثلا آرزوم بود که نقاش باشم. یکی بهش گفت خب حال چه کاره هستی؟ مثلا گفت که حالا خرید و فروش خونه میکنم. گفت که مای چند در میاری؟ گفت مای 5,000 دلار. گفت میستالی 60,000 دلار، 30,000 دلار، اینقدر. گفت تو زندگی تو آرزو تو فروختی به اینقدر. آقا مرداد امروز بش با خودت تو خلوت فکر این سوربی آدم بد دروغ میگه. اصلا چون سربی بده شما برید به کمک این بیچاره ها. آقا مگه 40 نفر زخمی نشدن؟ بیاین آقای فیلابی ماشاءالله آرش به سرش، دخترش، اینا رو بردارید برید اونجا. اون وقت چرا به خانواده اینا فوش میدید؟ خانواده ای که میگه به برادرم کلک زدن بردنش اونجا، اینا رو آزاد کنید شما برید جای اونا. ببینید من چقدر راه حل خوبی بهتون میدم. این مرتکه معتادم که تو انگلستان هست، دوستانی که میدونن من منظورم کیه، چون گفتم براتون یه بار زنگ زدم استودیو گوشی برداشته، اون همکارش وقتی که صحبت میکنم و اینها میگم من با آقای فلانی، میگه بفرمایید صحبت کن. بعد میگه من که اون نیستم. میگم آخه احمق جون وقتی اون نیستی همون اول باید بگی من اون نیستم. اینا یه مش آدم چی میگن بنگی مافنگی در هر صورت. خب اینم از این ماجرا. ممنونم آقا مرداد، ما حرفای شما رو شنیدیم، ولی یادت باشه شما حاضر نشدی حتی با این جمشید که شیرازی هست شماره تلفنش رو داده، ایمیلش رو داده صحبت کنی. شاید جمشید هفته پیش میخواست بهت بگه که من یه چیزی خبر دارم، یه حمله‌ای میخواد بشه به لیبرتی و من به سربی نگفتم چون سربی از ما نیست و میخواست به شما بگه. پس من از امروز آقا مرداد شما رو مسئول اون حمله لیبرتی میکنم. اگه شماها اینقدر بدون دلیل آقای مصداقی رو یا خانواده ها رو به اصطلاح مسئول این حملات میدونید، خب ما منطق شما رو بذاریم جلو. اگه شما دو دوتا براتون میشه 24 تا،
پس ما هم همینو بذاریم، یا دو دوتا میشه 22 تا. هر کی هم بگه میگه نگاه که آقا دو رو گذاشتم، دو هم بغلش میشه 22 دیگه. ما با منطق خودت میایم جلو. اوکی؟ موفق باش. خب باز هم حمله به کمپ لیبرتی، باز هم مجروح. شما اگر رهبر این سازمان بودید که سازمانی که 50 سال پیش در عرش بود، در آسمان ها بود، از لحاظ افتخار، از لحاظ معنویت، امروز روی فرش افتاده، فرش روی خاک جهنم عراق، شما اگر رهبر این سازمان بودید چه میکردید؟ همین امروز تو این شرایط چه کار میکردید؟ آیا میمدید نهم جشن بذارید؟ خوشحال باشید که 40 تای دیگه مجروح شدن، 40 تا عکس به اون عکس‌ها اضافه شده، عکس‌ها رو بدید دست لهستانیه که اقلا دوربینا عکس لهستانیه رو نگیره، عکس این مجروح‌ها رو بگیره، خجالت بکشید. خب کلمه برکت در انگلیسی، این دوستمون گفت که دنبالش نگردید، کلمه برکت در انگلیسی وجود نداره. من فکر کنم یه جایی خوندم یه بار کلمه برکت، ببینم به انگلیسی چی میشه. اینو یه کپی ازش بگیرم بذارم اینجا. و ما امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خدا بندلو خواهیم بود. ببینم اینجا به عنوان بلسینگ هم برای آمرزیدن، هم برای برکت و اینها هم راست میگن. حالا فهمیدم اینا وقتی که حتی یه جایی مزرعه و اینها دارن دعوت میکنن از یه کسی، از بزرگ قوم، از این آخه میدونید وقتی این مسیحیای بیچاره به خود به رهبرشون میگن شبان، یعنی اینا بره هستن، اینا دعوت میکنن از یه شبانی، از یه چوپانی بیاد اون نعمتشون رو بلس کنه، برکت ببخشه. حتی در موقع نهار شام خوردن برای که به اون سفره برکت داده بشه، میگه آقای حاج آقا آیت الله شمششانی این براتون حالا بلسینگ رو میگه، یا این بلس میکنه این خوراکو. من توی مهمونیای رئیس جمهور اینجا میرم که قبل از اینکه شام بخورن یه آقای آیت اللهی از کاخ سفید میاد، اون هم براشون برکت میده که بتونیم بیشتر آدم ها رو بکشیم، بتونیم بیشتر اسلحه بفروشیم و الی آخر. آمدیم تو آمریکا بذارید راجع به آقای اوباما و خانم هیلری کلینتون و از کثیفی پالیتیک سیاست براتون صحبت کنم. همین دیروز آقا با هواپیمایی که مال من و شما هست و پولای ما و اینها بلند شده اومده با این خانم هیلری کلینتون رفتن ساوت کارولینا، میگه هر یک ساعتش بیش از 230,000 دلار خرج داره. میدونید که اینا هواپیماش مثل هواپیمای من و شما نیست، از اینجا بریم مثلا اروپا 500 دلار رفت و برگشت، اینجوری هم بشینیم مثل ساردین. من یاد این ماهیایی میافتم که تو این قطیا هست، هواپیماه ماشین خودش هم توشه، میز و صندلیش هم توشه، نمیدونم میاد و اینا با اینقدر بگیر این و ببر اون و سکیوریتی اینجا پلیس اونجا ساعت چقدر، اینا حساب کردن دیگه ساعت 230,000 دلار. میگه آقا چرا این بره برای اون تبلیغ کنه و بره همش دروغ بگه؟ کسی که تا 8 سال پیش این به اون میگه خجالت بر تو، این به اون میگه این پولدار فرق ما نمیفهمه، حالا هر دوشون میگن ما با همدیگه دوست بودیم. و دوستم موقعی که مسابقه میشه گاهی وقتی به همدیگه ایراد میگیرن، باورتون میشه دوستان؟ اینم از آمریکا، اینم از اطلاعات آزاد آمریکا. تازه یه قاضی آمده، این حالا قاضی خیلی هم چیزه به اصطلاح تندروه، یعنی تندروه ایرانی رو چی بهشون میگن؟ هارد لاینر. انگلیسی فارسی نمیفهمم کدومش درسته. این براتون بخونم اسمش رو، آقای ناپولیتانو، اصلش ایتالیاییه و قاضی با حالی هم هست، وقتی صحبت میکنه با شور و با حال. میدونید که کار قاضی ها تفسیر قانونه، قانون رو وقتی نوشتن چون تو زمانهایی بوده و آدمهایی دیگه نوشتن، من و شما ممکنه برداشتمون درست نباشه ازش، وظیفه وکیل و قاضی و اینها این است که اینو بیان یه جایی به اصطلاح با هم توافق. میگه که این میدونید که اون پسر افغانیه، پسر آمریکاییه، پسر افغانی چه؟ پسر آمریکایی افغانی تبار، وقتی که رفت اونجا 49 نفر کشت، حالا این میگه آقا اصلا تا 5:30 صبح
هیچ کس کشته نشده بوده، این احمق رفته اونجا، اونا هر کی بودن داشتن باش حرف می زدن. چندین نوار 911 امرجنسی هست، این نوارا رو پخش نمی کنن. چرا پخش نمی کنن؟ برای که این قاضی میگه موقعی که تازه پلیس و سوات SWAT سوات تیم، این نیروهای مخصوص، بعض وقتا نیروی مخصوص ضد شورشه، بعض وقتا نمیدونم نیروی مخصوص کنترل جمعیت، از اینا این وقت شارپ شوتر دارن، از اینایی که با یه تفنگ مخصوص میشینه مثلا تق میزنه تو مغز طرف که بیفته، یا میشینه میزنه مثلا تو اسلحه تو دست طرف بیفته، اینا شارپ شوتر بابک عربی میدونه چون اون چیزه. در اصل اینا که رفتن داخل تازه کشت و کشتار شروع شده. حالا چند تاش به دست و به اسلحه اون بوده، چند تاش با تیر و تفنگ اینا بوده، باش تا صبح دولتت بدمد، 30 سال دیگه 25 سال دیگه دیکلاسیفاید میکنن. الان یه فیلمی رو توی CNN نشون میده دیکلاسیفاید، و مرد ما رو مجلس به شما نشون میده که توی روسیه توی کشورهای دیگه اینا چجوری یه زنی رو مثلا به عنوان سکرتر سفارت، ولی زن مقامش تو CIA از همه اونا بالاتر بود، برای که این وقتی هرچی مقامش پایین تر باشه تو جامعه اونجا بیشتر میتونه رخنه کنه، بیشتر میتونه خبر بگیره. برید بزنید، فکر کنم اولین زن جاسوس CIA هست که آخرم روسیه گرفتش، و اینا چون چیز محسونیت سیاسی دارن آزادش کردن، گفتن برو دیگه اینجا پیدا نشه. برید روی گوگل بزنید پیدا کنید، یا اگر کسی مایل باشه به اصطلاح یه هزینه‌ای 50 دلار 100 دلار من برم دنبالش این فیلم رو پیدا کنم تو تلویزیونم نشون بدم. گفتم چی؟ دیکلاسیفاید. کلاسیفاید یعنی پرونده هایی که محرمانه است، خیلی محرمانه است اینا، بعد دیکلاسیفاید یعنی دیگه حالا از محرمانه بودن اومده بیرون. خب ماجرای پستخونه و ماشینی که پارک کرده بود و براتون گفتم، و همون آدم بعض وقتا از خودش واقعا خجالت میکشه. و اما ما در رابطه با این جنبش‌های مختلف صحبت‌های زیادی شنیدیم، حرکت‌های میاد به وجود بعد از بین میره و اینها. یه آقایی هست به نام سفر دادور، ایشون بچه به اصطلاح اولا لوره، بعد لورا تو ایران میدونید که تو مناطق مختلف هستن، اینا مال دسفول و شوش و شوشتر و اینها هستن تو اون منطقه، و این به نظر من جنبشی که این را انداخته خیلی مهمتر، خیلی کارسازتر از جنبش های دیگه هست که تا حالا من و شما شنیدیم، از جنبش آقای فولادوند گرفته تا جنبش حخا گرفته تا جنبش شهرام همایون گرفته تا جنبش شایان کاویانی گرفته تا جنبش آقای نمیدونم تیمسار دیوانه روانی روحانی گرفته. آقای سفر دادور کاری رو انجام میده که از دستش بر میاد، از هیچ کسی پول نمیگیره، حقوق خودش اینجا کار میکنه، اضافه کار میکنه، حقوق خودش رو میره وسیله میخره. ببینید حالا براتون بگم، اولا ایشون دیده که توی منطقه‌ای که اینها هستن به هر دلیلی بیکفایتی دولت، آب و هوای اونجا، هر چی که هست، این به اصطلاح امراض، من این 8 تا عکس برای من فرستاده، عکس‌ها رو گذاشتم اینجا، نوشته که این فرمتش باز نمی‌کنه. متاسفم سفر عزیز، من این عکس‌ها رو دیدم، حالا ببینم اگه تو بشه از تو وقت عکس‌ها تو صفحه چیت هم انقدر بزرگ میشه، نمیدونم تو که کارت فنی و اینا رو قشنگ جی پیک کن برای ما بفرست. بذار من اینجا بنویسم. بله متاسفانه عکس باز نشد، برگردم از روی ایمیل بهتون نشون بدم. قبلا هم چندین برنامه ایشون با ما بودن در تلویزیون مردم، و میتونید اسمشون رو بزنید، اسمشون خیلی ساده است، سفر دادور، SAFAR، البته این سفر با ساته، سفر دادور، دادم که DADVAR،
سفر داور میاد براتون میگه، میگه آقا این دستگاه است کاکو جون، راست یا غلط با شما، من نمیدونم چی فرستادی، من که چیزی هنوز نگرفتم. خب بذارید براتون اینجا بنویسم سفر. خدایا حالا ما میخوام انگلیسی بنویسیم، این فارسی بنویسیم. بعد سفر داوود اینجاست. You have received a YouTube video. اونو ول کن آقا، اون چیزایی مال عکسای بچه‌ها رو که آهان این شد. یه کسی یه شعری فرستاده بود، دوستی داشتم لرستانی، یار دیرینه دبستانی، دیدمش بعد سالیان دراز، همراهش چهار زن همه طناز، که لری آهوان به دنب... آها مات و مبهود گشتم از حالش، که لری آهوان به دنبالش، گفتمش چهار زن خدا برکت، تو چگونه کنی ز جا حرکت، گفت این کار ماجرا دارد. خلاصه این ما میدونیم، همه هم میدونن، اونایی که زن دارن مخصوصا میدونن که آقا اصلا همون یه زن که شما میگیری، اگر آدمت خوبی باشی، انسان شریفی باشی، مرد باشی، واقعا همون بسته. در هر صورت بعد آقای سفر برای من اینها رو فرستاد که عکس هایی هست از کارهایی که انجام داده. ولی سفر جون این ایمیل رو خودت از یه جای دیگه باز کن، ببین من این ایمیل رو باید چقدر کوچیک کنم تا بتونم عکس ها رو ببینم. یعنی عکس ها عزیز من، این مثلا اندازه شون قد پوستر دم سینماست، پلاکارد میگفتیم، چی میگفتیم مال سینما، اون آگهی ها بود میزدن. اولا من تا حالا ندونستم که اینایی هم که نابینا هستن میتونن شطرنج بازی کنن، ولی اگه نگاه کنی شطرنجشون از اینایی که یه سوراخ این پایین داره. من یادمه اولین باری که تونستم یه شطرنج بخرم 2 تومن بود، شطرنج مسافرتی بود و مورهاش برای اینکه با پسرمون بتونیم بازی کنیم تو ماشین جای اینا، اینجوری صفحه سوراخ داشت، موره ها یه پایه‌ای داشت، میرفت تو این سوراخ مینشست. من اولین بار گفتم خوبه، این نمیتونیم هم جر بزنیم، بزنیم بهش، بریزیمش زمین، بگیم پام خورد بهش، دستم خورد. در اصل ببینید دوستان، این نابینایان نشستن توی این مرکز و دارن شطرنج بازی میکنن. این مرکز رو اگر برنامه‌های سفر دادور رو شما دنبال کنید، میبینید که این بلند شده رفته اونجا با خرج خودش، با کمک خانواده ها اینجا رو ساختن. این یه قسمتی از خانواده منزل فامیلشونه یا خودشونه، رنگ زدن سفید، تمیز، خوشگل، میبینی همه چیزها رو هم برای که اونجا چی گرونه، اینا زیر پرینتر و اینا میبینی پلاستیک میکشن، کلی خودش خرج این پلاستیکا هست که کاور داشته باشه. اون آقای نابینا داره با پرینتر کار میکنه، این خانم هم نشسته و اینا اکثرا نابینا هستن. حالا اگه نابینا به صورت 100% هم نباشن، اینها از لحاظ قانونی نابینا هستن. خب اینجا هم این نوشته به نام خدا، اهداف کلی خانه سپید نابینایان و کمبینایان اروند. ببینید گفتم اونجا رو سپید کردن، اسمش هم گذاشته خانه سپید، چون ما از سپیدی و تمیزی و اینها به اصطلاح چیز خوبی داریم، برعکس از سیاهی و تاریکی و اینها. اهدافشون گفته 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7، خیلی مشکل نیست، بخونید اگه خواستید من براتون اینا رو بفرستم. ولی ببین عکس ها یه دفعه چطور شد، حالا ببین چقدر بزرگ میشه. این عکس انقدر بزرگه سفر جان که من هر کاریش میکنم دیگه از این کوچکتر نمیشه. به همین خاطر رفتم بذارمش روی اون. و چرا؟ چون مثلا میبینی عکسی که شما گرفتی 6 مگابایته، 6 مگابایت توی ایمیلی که میفرستی اینجوری میاد. ببین یه چیز کوچیک، اینا صنایع دستی یا موسیقی و اینا هستن، باید اندازاش درست نمیدونم من چی بگم. والا این عکس ها رو من برداشتم گذاشتم تو اون که تو سیستم نشون بدم، سیستم ما مثل که این فرمتش رو نمیخونه. اینم باز چیزایی که اونجا ساختم. حالا اگه فرصتی بشه یه وقتی از خود صفحه دعوت میکنین بیاد اینجا، الان 2-3 سالی میشه به اصطلاح نیومده اینجا، با من در تماس، لطف داره، همیشه احوال میپرسه
ولی به اصطلاح اونجوری که قبلا میدیدمش نمیبینمش، چون همین یه مقداری مشغول این کارهای به اصطلاح بنیاد اینجوری و اینها هست. من به نوبه خودم به سفر و دوستانی که باهاش کار میکنن خسته نباشید میگم دوستان بیاین بگردید ببینید چه کاری رو میتونید انجام بدید. اول ببینید گلیمتون چقدره، پاتون رو به اندازه گلیمتون پهن کنید، دراز کنید، یه شبه نخواهید دنیا رو آزاد کنید. این آقای یزدان خداوندلو، من گاهی وقتی می‌نویسم آری به اتفاق جهان میتوان گرفت، این میگه قربونت برم فعلا ایران رو بگیریم، جهان رو نمیخواییم بگیریم. راست میگه دیگه، همش شعار، همش نمیدونم. خب ببینیم که این دوستمون چی نوشته. بله، ستاد امر به معروف و نهی از منکر. من نمیدونم این معمولا این چیزایی که میفرستن خیلی محرم و اینا، اگه میخوای پتیک جان من برات درست میکنم که مثلا یه مدرک بدم که شما مأمور ساواک بودید، سال 1356 هم 6 نفر رو شکنجه دادی کشتی. به اینا نمیشه خیلی اطمینان کنی، برای که از زمانی که اینترنت به اصطلاح زیاد و زیادتر شد، پخش این مدارک زیادتر شد و چقدر خودت قشنگ نوشتی که نمیدونم درسته یا قلابیه، نمیدونم اشتباهه یا اشتباهی، و من چون نمیدونم نمیگم. اگه کسی خودش بیاد بگه بله من مأمور ساواک بودم این اینجا، یا من مأمور وزارت اطلاعات بودم این اینجا، ما اونو نشون میدیم که میگیم آقا این ادعا کرده، من که نبودم نمیدونم. الحمدلله ما پاک پاکی، نه تو اون رژیم کاره یه چیزی میگه نه نگه بود، نه کیچه شاه هم، نه نمیدونم چی فقیرم. خب بذارید دو سه تا پیام داریم. اولیش پیام آقای سرهنگ عقیلی پور. من پرسیده بودم که چه باید کرد، تو برنامه مختلف هم این رو میپرسم، آقای عقیلی پور خیلی قشنگ این رو پاسخ میدن. بذارید بریم اینجا ایشون رو به عنوان پیام شما دوستان پخش کنیم و عذر میخوام چون من امروز وقت نکردم اون چیزه رو که ویدیویی که عکس و ویدیوی ایشونه پخش کنیم. آقای سرهنگ عقیلی پور بفرمایید. جناب آقای استادی، با احترام کنل عقیلی پور هستم. ایمیل سوم ژوئیه شما رو دیدم که نظر شنوندگان خواسته بودید که چه باید کرد. همه اونهایی که دم از اپوزیسیون زده هم به فهم خودشون کارهای انجام دادن، دائما دوری میز نشستند و به قول معروف نشستند و گفتند و برخواستند. اگر کسی میدونست چه بکنه که به هدف خود رسیده بودن. امروز در برابر واژه دموکراسی غربی که به هیچ وجه معنا و مفهومی نداره، در ایران رژیم شیخوکراسی پاورجاست که این هم معنی نداره. به نظرم میرسه سوال اینه که چه نباید کرد تا کارهایی که کرده و نتیجه نداشته تکرار نکنیم، چون راه کج بوده، کردار کج بوده، پیروزم نشدم دیگه، موفق نشدم. راه کج، کردار کج، گفتار کج، کی رسد باری به منزل تا که باشد دیوار کج. به این نتیجه میرسیم که خانه ویرانه از آن است که معمار کم است. از روزی که در آتن نوای سقراط به کام ستم دیدگان نواخته شد تا امروز همه دنبال اینه که چه باید کرد. در خاتمه پاسخ ساده شما اینه که چه نباید کرد. با سپاس. ممنونم از شما. و دوستان نظر شما چیه؟ چه باید کرد یا چه نباید کرد؟ این آقای سرهنگ عقیلی پور لطف کردن و گفتن که پرسش رو باید عوض کنیم. چه باید کرد؟ به نظر میرسه که هیچ کس نمیدونه، پس ببینیم چه نباید کرد. البته خب چه نباید کردم موقعی که اینا بدونه. این دوستمون که نوار میفرسه خیلی اهل مطالعه است و یه چیزی برای من نشد خیلی جالب بود. نشنود که آسوی من وقتم رو بیشتر با مطالعه میگذرونم و هرچه بیشتر میخونم
هی میفهمم که چقدر نمیفهمم یا چقدر نمیدونستم. خیلی حرف تو اینها، این همون دنباله حرف ابو علی سیناست تا به جانجا رسید دانش من که بدانم همین نادانم. برعکس یه کسی مثل این بهمن بیک احمق که برای یه اتوبوس مجانی بلند میشه میشه مجاهد، حالا که مجاهدها رو زدن خوشحاله، تازه بمونم میگه این هم انقلابیات هم میگم آخه بفیوز، موقعی که شاه ترسوی شما فرار کرد من مأمور حکومت نظامی توی نیروی مخصوص هوابرد بودم. آخه چرا شماها اینقدر عادت کردید ارعر کنید؟ ارگوز میگفتن اون وقتا. خب یه دوستی هم پیام گذاشته، شماره تلفنش آشناست، بکنم آقای سعیدی باشه، بذارید ببینم توده آقای سعیدی رو پیدا. اینقدر من پیامون اینقدر ایمیل دارم و اینقدر گذاشتم تازه تو قسمت مخصوص که نمیدونم چه باید کرد. این رو اون روز که ما برنامه نداشتیم اگه اشتباه نکنم ایشون تماس گرفته بود، گفته بود میخوام اگه برنامه داری صحبت کنم. آقای سعیدی عزیز قربان، ما که دیگه زبانمون مو در آورد، از بس گفتیم اینجوری نباشید، مهمون بی دعوت نباشید، زنگ بزنید، نوبت بذارید، ایمیل بفرستید، قشنگ مثل یک دسته گل بیان. یا مثل این دوستمون میبینید، من یکی از نواراشو گم کردم، بعد برای من گفته بود، گفتم آقا من اصلا گم کردم، اگه یه همچی چیزی گفته باشید راجع به مغز و اینا، من دوست دارم این رشته یکی دوست دارم بیشتر راجبش بفهمم. و قرار شد 2-30 دقیقه براتون بزنم، 2 دقیقه گذشت، بذاریم پیام آقای سعیدی رو هم بشنویم و ادامه بدیم ببینیم آقای سعیدی چی میگه. روز بخیر آقای سعیدی. سعیدی هستم عزیز. تلفن زدم گفتم شاید امروز بخواید برنامه داشته باشید، شایدم نه نمیدونم. به هر حال گفتم که از این فرصت استفاده کنم باهاتون صحبت کنم. اجازه تلفنی برای خود شما لطفاً پخشش نکنید. آها خب اولش بگو. ببین به اینجا که میرسم پخشش نکنید دیگه، پخش نمیکنم. ببین دوست عزیز، شما ساعت 1:49 روز 4 جولای زنگ زدید، یعنی من اگر اون روز برنامه داشتم 11 دقیقه قبله، 11 دقیقه قبل من برات بگم دارم چیکار میکنم. الان که دیگه یه دوربین جدیدم اینجا داریم که برنامه فیسبوک رو بفرسه، کامپیوترها و اینا رو ردیف میکنیم، دوربین اونجا، چراغ اونجا، میکروفون اونجا، همه رو امتحان میکنیم، شور و هیجان، همه این اوضاع و احوالا. باور کنیم من اگر یه جایی مهمونی باشه، دوستان زنگ میگن زنگ بزنیم به صابخونه بگیم آدرسش کجا، میگم اگه بریم نیم ساعت گم بشیم به صابخونه اون موقع زنگ نزن. اون بنده خدا الان 1000 تا چی تو کلشه، فکر اینه که چه کار کنه. وقت شما ساعت 1:49 زنگ زدی، واقعا چی فکر میکنی آقای سعید؟ فکر کنی من نشستم اینجا گوشی رو باید بردارم بگم خب شما 11 دقیقه صبر کن من میرم رو ایر شما بیا صحبت کن؟ آخه این چیه؟ این کار یعنی چی؟ بعد تازه شما میگی که حالا احتمالاً برنامه نداری امروز، شما به من زنگ بزن چون این تلفن تنها راه صحبت من با شماست. اشتباه میکنی آقا، چند بارم بگم راه صحبت شما با من همین پیامگیره. زنگ میزنی، پیام میذاری، هم من میشنوم هم دوستان. اگه یه چیزی فقط برای منه، اولش میگی سوربی این فقط برای خودته، من 2 شب بیام، 3 صبح بیام، 4 صبح بیام که میشه 1 شب، به شما زنگ نمیزنم. چرا از امکاناتی که داریم استفاده صحیح نمی کنی؟ این دوست ما از اون ور اقیانوس این نوار رو پر میکنه، با ایمیل میفرسته. نه لازم من اینجا باشم، نه لازم 10 بار من زنگ بزنم اون نباشه. برای چی؟ برای که قبول کردیم این بهترین راهه. چرا الان من به خودم اجازه میدم بهش میگم من به عنوان یه بینندهی که عربی نمیدونم، با وجودی که از عربی خوندن شما لذت میبرم، ولی برای من فرقی نداره. یعنی اگه شما سوره 23 آیه نساء رو مثلا برای من عوضیم بخونی، من نمیفهمم. پس بهتره که برای اینکه نوارا هم از 15 دقیقه اینا بیاد رو 10 دقیقه رو 12 دقیقه اینا، شما اونا رو فقط قناعت کنی یا بسنده کنی به همون که بگی آیه فلان این. آقای سعیدی اگه برنامه من امروز میبینی، الان من با شما چون قراری ندارم تلفن رو هم صداش بستم، اگه کسی هم زنگ بزنه ما نمیشنویم، مستقیم میره تو پیامگیر. شما
بعدش میبینی آقای یزدان خداوندلو از دو روز پیش من با ایشون قرار برنامه رو گذاشتم، دیروز عکس‌ها رو فرستاده، مقاله‌ش رو فرستاده، گفته که من میخوام حتی راجع به آقای هوشنگ امیراحمدی صحبت کنم، راجع به ملی گفتم برنامه داشته باشه. نگیم ما هدف داریم، هدف داشته باشی برنامه نداشته باشی دروغ میگی، هدفت هم قلابیه. بعد اینجوری که نمیشه یه هفته بری یه هفته بیای. حالا من نمیدونم شما ازدواج کردی، خانمت خونه باشه نخوای برنامه بذاری، دوست دخترت قهر کرده باشه ناراحت باشه بخوای برنامه بذاری، من نمیدونم والا آخه این چه وضعیه. شما بیا بگو من هفته تا هفته دوشنبه ها میام صحبت میکنم، هفته تا هفته جمعه ها میام صحبت میکنم. خودت رو مقید کن، من رو مقید بدون که بیام. آقا من زنگ زدم نمیدونم شما هستی یا نیستی، اگر رفتی نمیدونم فلان به دلی نفتی یه چیزی. بریم صحبت این دوستمون رو بشنویم که در رابطه با مغز و بحث بسیار خوبی رو بذار ببینم اینو میتونم تو سیستم بهتون نشون بدم که دوستان هم ببینن و هم بشنون. بذارید صداش رو تنظیم کنم. دیدنی که چون ایشون نوار میفرسه من یه دونه عکس گذاشتم، عکس مغزها به اصطلاح با دستگاه های مختلف، ولی شنیدنی و چون در رابطه با مغز بوده وقتی که ما این رو گذاشتیم تو سیستم، این سیستم ویندوز خودش یک ارتعاشاتی یک چی میگن به اصطلاح درست کرده، انیمیشن. ببینیم چیه، با هم بشنویم صحبت های این دوستمون رو که درباره چیه تضادهای مغزی یک فرد. خیلی آقا این رو قشنگ گفتی، من واقعا لذت بردم و ممنونم. با درود خدمت همه بینندگان و جناب سوربی، اجازه میخواهم با اشاره به برنامه طولانی که در آینده به خواست خدا با شما خواهم داشت و درباره مغز انسان خواهد بود، امشب از این مغز انسان که بحثش بسیار زیاد و طولانی است فقط بخشی را گویم که درباره پیدایش تضادها و اختلافها در یک وقت در مغز یک فرد است. بسیار جالبتر خواهد بود که بینندگان به این بحث که عمومی است بپیوندند و این بنده نادان را دانش دهند. اینو تعارف نمی کنم آن، بلکه از صمیم دل میگم. هر کسی فکر می کند که بر مغزش تسلط کامل دارد. اگر این طور است چرا همه ای انسان ها به راحتی میگن یادم رفت یا یادم نیست؟ خب ما که اینقدر بر مغزمون تسلط داریم چرا اجازه میدیم یادمون بره؟ چرا کنترل از یاد رفتن، چرا کنترل از یاد رفتن یعنی یکی از فعالیت های مغز در دست ما نیست؟ آیا تمام فعالیت های مغز در دست ما نست؟ آیا این سوال ها اشتباه و یا بیجاست؟ در یوتیوب فیلم های زیادی هست که با افراد در خیابان و یا حتی در استودیو مصاحبه شده و این اشخاص دریوری گفتن، اما در نظر خیش تصور می کنن بسیار زیبا و به اندیشه سخن بیان کرده هست. اگر انسان بر مغزش تسلط دارد چرا دیوانه درک نمی کند که دیوانه است؟ لطفا فکر کنید و بعد پاسخ دهید. آیا ممکن نیست من که سخن میگویم دیوانه باشم یا من هم دریوری میگویم؟ چرا ممکن است؟ این رأی گیرنده سخن در هنگامی است که گفتار مخالف آنچه در مغز شنونده انباشته شده بر زبان آورم. این اساس که اگر من سخنی گفتم و شما در مغزتان پایه‌ای برایش نبود موجب می شود که شما شنونده فوراً آن را رد کنید و مورد قبول ندانید. مثال یک، وقتی پاستور میکروب را کشف کرد همه او را مسخره کرد. مثال دو، همانطور که قبلاً هم اشاره کرده ام علمای بزرگ دین در این زمان وجود دارند که تا هنوز کره بودن زمین را انکار و صاحبان این رأی را کافر می دانند. مثال سه، وقتی دو چرخه آمد سواران بر آن را فرزندان جن و برخی کافر دانستند که در دینها
آمدنشان را ظهور آخر زمان پیش بینی کردند. در یوتیوب فیلمی هست که یک آخوند با لباس عربی برتن و بر سر در شهر قم روی موتورسیکلت نشسته و دستش را از فرمان برداشته. ایشان اگر رأی بزرگانشان را هر روز به رخ ما میکشند فراموش کردند، ما فراموش نکردیم که چگونه موجب عقب افتادگی ملت ها شدند. آقایان که در تماس بودن با خدا اجازه شک کردن به ما نمیدهند، تمام اختراع ها و اکتشاف ها را یکی بعد از دیگری کفر و مخالف دین و شرع فتوا دادند. همه تلویزیون را حرام دانستند. الان هر شب در آن ظاهر می شوند و پشم شیشه اش کردند. این وضع تا حال به شکل ها و درجه های گوناگون ادامه دارد. اجازه بدهید به موضوع تضادهای مغزی بازگردم و یک مثال زنده را بررسی کنیم و بعد نتیجه گیری و داوری را بر عهده شما بگذارم. در ایران امروز اغلب نام ها عربی و حروف نوشتن عربی است، اما نوشتن شماره ها یا اعداد را از متن هندی گرفتن. رهبران مذهبی و دینی که معصوم شناخته شده و از این جهان رفته اند همه عرب هستند. رهبران کنونی راست یا دروغ عرب بودنشون را مورد افتخار و ستایش دانستند و از ما امتیاز میگیرند. حتی ملکه سابق هم خود را نوه عرب ها معرفی میکند تا اصالت خیش را به ما بقبولاند. جهت ثواب و آمرزش برای عرب ها سینه زنیم و زنجیر به پشت و قمه بر پیشانی میزنیم و سر میزنیم و آرزوی دیدارشان و زیارت آرامگاه این عرب ها را داریم. تمام مراسم خار بودن و ذلیل نشان دادن خیش را برای زیارت این امامان و امامزاده ها بر خود بار میکنیم. وقتی باز میگردیم تصور پاکی روان و بدن نموده، هر روز عادت جدیدی را برای بزرگ نمودن این عرب ها کشف و اختراع کرده و به اجرا در میآوریم. تمام کسانی که ناخودآگاه احترامشان میگذاریم و هر گونه دخالت در کارها و ایده های من را از طرف آنان صحیح میدانیم و در همراهیشان با ما مانند اجرای عقد و حکم دستور شرعی و رابط خصوصی با آفت دیگار بدون هیچ اعتراضی خم شده و رأیشان را بدون چنین چرا میپذیریم. همشان لباس عربی بر تن و بر سر دارند. روز ما را با خواندن آیه های عربی آغاز میکنیم بدون اینکه معنی عبارات و آیه ها را بدانیم و یا از توتی وار سخن گفتن خود تصوری در ذهنمان پیدا شود. جهت منطق تراشیدن و دلیل دادن به گفتارهایمان آیه ها و حدیث و روایت های عربی ترجمه شده از عربی عرب ها را نقل می کنیم. بیش از 5000 کلمه عربی را روزانه برای فارسی زبانان و در زبان فارسی هنگام سخن گفتن بر زبان می آوریم. اصل و پایه شعر فارسی یعنی ثروت ادبی ما بر وزن قواعد نحو و صرف عربی است. آیا فعل فعال فعول را فراموش کرده اید؟ آخر سر از عرب ها اظهار تنفر می کنید، خود را از عرب ها بهتر دانسته و بر عرب ها ایراد می گیرید. این کوچک شمردن دیگران و رقیبان و حتی دشمنان یک ایده ایست که به هدف احساس برتری پوش در مغز تمام انسان ها بر روی زمین کاشته شده. تمام ملت ها خود را برتر می دانند و فقط در حال یک پتک خوردن سخت و سنگین بر مغز با تغییر اوضاع زمان ممکن است این طرز اندیشه تغییر یابد. با این همه بعد از سالها فرار از میهن خویش و زندگی در غربت، هنگام معیار هنوز معیار اصلی سخن هنوز معیار اصلی سنجش همان معیارهای قدیمی کشور ما است. این ادعایم را آنان که در خارج زندگی می کنند بهتر تجربه کردند. خواهش می کنم به این پدیده ادعای من فکر کرده و روشنم کنند. اینکه انسان معیارهای انباشته شده در مغزش و پایه تشخیص و حکم صادر کردن قرار می‌دهد، یکی از مصیبت‌های اندیشه انسانی و نفهمی بسیار زیار آوری است که فردا را از درک و فهم امور و واقعیت دور می‌کند. مانند ملا نصرالدین که همه چیز را بر اساس اولاغش حکم می‌کرد. مقصودم را توضیح می‌دهم. هنوز مسئله را بررسی نکرده و نفهمیده، فوراً بر اساس درک محدود خیش حکم صادر می‌کند.
قبل از مدتی در وسایل ارتباط جمعی افرادی سخن گفته و تنفر خیش را از بقیه ملت ها اظهار داشتند. سپس این افراد را معاینه DNA کردند. پیدا شد که این مدعیان در وجودشان خون و کالبد همان ملیت هایی است که از آنها اظهار تنفر کردند و هیچ کدام یک نژاد پاک به خصوص ندارند. حالا اجازه دهید ببینید ایرانی کیست؟ کدام ایرانی میتواند ادعا کند خونش پاک و اصلش به هخامنشیان باز میگردد و ما در این دنیای پاتی پاتی شده چه جنسی داریم؟ بلات ایران گذرگاه تمام نیروهایی بوده که از شرق به غرب و برعکس مهاجرت و یا جنگ کردند. وقتی تاریخ این جنگ ها و سفرها را میخوانیم در میابیم که از قدیم تا حال دستگاه تناسلی مردها یکی از سلاحهای جنگی بوده. آیا بخشی از تجاوزهای ارتش آمریکا به زنان عراقی را در دهه پیش که برملا شده نشنیده اید؟ آیا نشنیده اید که اغلب نظامیان زن آمریکایی توسط مردان نظامی با درجه های بالاتر مورد تجاوز قرار گرفتند؟ این در زمان ما قرن 21 دوران تمدن بزرگ تجاوز بر هم‌میهنان آمریکایی و ادعاگران حقوق انسان رخ داده. آنچه در تاریخ اتفاق افتاده چگونه بوده؟ شخصا فکر میکردم که ارتش اسرائیل مستقیم است. علت همان تبلیغاتی بود که در آن ادعاهای بدتر و مختلف بودن میکردم. در مغز خود تصوری داشتم که در کشورگشایی های اسرائیل به زنان در کشورهای اشغال شده تجاوز نمیشود و آنان این جنایت را نکردند. دلیل این نتیجه گیری را هم وجود سربازان زن در میان مردان میپنداشتند. یادآوری میکنم که زنان سرباز اسرائیلی و کارمند از سوی هم‌میهنانشان مانند تمام دنیا و تاریخش مورد تجاوز قرار گرفتند. رئیس جمهور پیشین اسرائیل به این جرم در زندان است. وقتی سربازان اسرائیلی در جنگ سال 1967 غزه و کرانه غربی و جولان و صحرای سینا را اشغال کردند، مانند تمام نظامیان تاریخ این کره بر زنان بسیاری تجاوز کردند. نویسندگان مصری بعد از درگذشت جمال عبدالناصر این موضوع را نوشتند. یکی از آنان مرحوم احسان عبدالقدوس بود که در جهان عرب به علت رمان نویسی و استفاده از کارهایش در تهیه سناریوهای فیلم‌های بسیار مشهور است. سردبیر روزنامه‌های گوناگون و فرزند خانم روزب یوسف روزنامه‌نگار معروف اوایل قرن 20 است. آقای عبدالقدوس این موضوع را نوشته. او فاش کرد که در همان موقع از این جنایت‌ها و تجاوزهای جنسی اسرائیل علیه زنان عرب با خبر شدیم. اما بنا به دستور شخصی جمال عبدالناصر از نوشتن و کشف این تجاوزها منع گشتیم. علت را شاید هدف رئیس جمهور مصر به منظور عدم تحریک بیشتر مردم در آن زمان معین میباید جستجو کرد. حالا شما به من نادان بفرمایید، آیا این همه نظامیان که در بلات ایران کشتند و بردند و خوردند، آیا اینان به زنان ایرانی تجاوز نکردند؟ آیا قبلا زنان ایرانی از قرص‌های ضد حاملگی یا نظامیان خارجی از کندوم استفاده می‌کردند؟ آیا نمی‌شود فرض کرد که کمتر از نیمی از آن زنان حامله شده و نسل تجاوزگر در وجود یکایک ملت به دنیا آمده و امکانش هست که ما نوه‌هایشان باشیم؟ آیا ممکن نیست کسانی که در مناطق اشغال شده کنونی کرانه شرقی و غزه فلسطین با اسرائیلی‌ها می‌جنگند و خود را مبارز می‌دانند پدرانشان اسرائیلی نباشند؟ مسلمانان در طی تاریخ تجاوز بر اسیران را حق شرعی خود می‌دانستند. آیا ممکن است نظامیان اسرائیل خون عرب در رگ‌هایشان باشد و دانسته یا ندانسته نیاکانشان را ستم می‌دهند و می‌کشند و آن را وظیفه دینی و ملی خود میپندارند؟ این تضادهای فکر را که در مغز ما رخنه کرده چگونه و چه وقت درک میکنیم؟ از نقطه نظر روانشناسی اجتماعی هر فردی که در گذشته سیر میکند و افتخار خود را در نیاکان میداند و دیگران را خرد و پست میشمارد بی ارزه است و ناتوان از ساختن آینده عاجز است. جهت پوشش بر این سستی و ناتوانی گذشته خود را بزرگ کرده و به رخ دیگران می کشد. گیرم پدرانمان بودند فاضل، گیرم پدرانمان بودند همه فاضل، از فضلشان امروز ما را چه حاصل؟ با
پوزش از تغییر در متن این بیت شعر. بیایید دست به دست هم داده و با فکر کردن آدم بشید. بیایید برای بهتر بودن فردا و برای تمام انسان ها فعالیت کنید. بیایید از بردکشی و گله راندن مردم که ارث برده اید و مورد افتخار می دانید دوری گزینید. بیایید اعتراف کنید که عقل ما مانند تمام دستگاه های دیگر این بدن در اختیار ما نیست. همانطور که نمی توانیم معده من را به وظایفش مجبور و یا سست کنیم یا فعالیت های شش را تغییر دهیم یا قلب من را طوری دیگر به تپش در آوریم، بیایید و اعتراف کنیم که عقل من در دست خودمان نیست و فقط با باز کردن گوش و شنیدن و مشاوره با دیگران و دانش پژوهی می توانیم راه بهتری را بیابیم. بیایید خود را بهتر بشناسیم. آری به کوروش و اسکندر و چرچیل و دگل و بن‌گوریون افتخار نکنیم. لحظه در خیال تصور کنیم، مثلا اگر اهل بابل بودیم و کوروش به ما حمله می کرد و تمدن ما را می رو بود و فرزندانمون را به اسارت و دخترانمون را به کنیزی می گرفت و سربازانش به مادران و خواهران ما تجاوز می کردن، در این بزرگ رهبر و شاه و فرمانده که آرام بودن خوابش را در برابر دنیا خواستیم، چون ما برتریم و مثل اینکه پدر بزرگمان بیگناه بوده و معصوم در گذشته، آری ما بابلی ها نسبت به او چگونه حکمی صادر می کردیم؟ بیایید به جای کوشش در کوچک کردن دیگران و بزرگ خواندن جنایتکاران جنگی، این معیارهای تو خالی و افتخار بیهوده همراه با سرپوشی بر اشتباهات و ستمهای نیاکان را کنار گذاریم و به فکر آدمیت باشیم، صفتی که به دست آوردنش بسیار بسیار دشوار است و غیر ممکن. منتظر خواندن و شنیدن رأی همه شما هستم. جناب آقای سلوی لطفا تقاضای این بنده را برآورده سازید و اداره کنید. از همه سپاسگزارم. بسیار ممنون. ما میگن که بی صبرانه منتظر هستیم که شما رو در تلویزیون مردم داشته باشیم. مطمئنیم که دوستان هم میخوان با شما بحث و گفت و شنودی داشته باشن. واقعا جای چی میگن تأمل و تعمق و تحقیق داره توی این صحبت شما. من این یه تیکه رو گذاشتم روی یوتیوب. اونایی که بلد هستید وقتی میرید به اصطلاح ویدیوهای ما رو میبینید، توی صفحه هست تمام ویدیوها اونجاست، اینها رو میتونید ببینید. زمینه که ویدیوی آقای هوشنگ امیراحمدی پروفسور دانشگاه راتجرز هم که درباره ملت‌گرایی به جای ملی‌گرایی صحبت کرده اونجا هست، میتونید نظر بدید، میتونید با ایمیل خودشون مستقیما تماس بگیرید و به اصطلاح بحث و گفتگویی داشته باشیم. همیشه باور داشتم گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، باز هم اعلام میکنیم چه به موقع اومد. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، خیلی ساده، و اگرم مایل نیستید برنامه داشته باشید ولی برنامه ها رو نگاه میکنید، استفاده میکنید ازش، لطف کنید حمایت کنید، چون تلویزیون مردم بدون حمایت شما نمیتونه پا بر جا باشه. معمولا تلویزیون ها رو نگاه کنید، هر کدومشون یه جایی پول میگیرن، هیچ اشکالی هم نداره. ای کاش که ما هم میتونستیم مثلا یه جایی به همون پول بدن که ما بیایم بگیم ما صدای اونا هستیم، ارگان اونا هستیم، ولی معمولا اونها به کسای پول میدن که دیگه طرف نتونه بگه خودش کی هست. الان یه آقایی بود، من ویدیوهاش قبلا نگاه میکردم، پیرمردی بود، به نظرم میمد که آدم خوبی باشه، ولی دیدم این بدبختم افتاده با این تیمور لنگ، حالا مجبوره دیگه مثلا هیچ حرفی هم از خانواده شاه و دوره شاه و اینا نزنه، چون چند دقیقه برنامه تو کانال یک بهش دادن اینها، و اینا آدم های بدبختی هن. این آدم مثلا خودش یه دفعه میگو آقا وقتی یه جا بودی حالا اومدی دیگه بعدشو نگو، در صورت که خود احمقش نمیدونست که چندین قبل برنامه، چند تا قبل برنامه خودش داشت راجع به اون روزنامه‌ای که توی کالیفرنیا ایشون مقاله می‌نوشته بود، احتمالاً اون موقع پیتزا میتزا میداده براش چاپ میکردن، حالا دیگه چون محلش نمیذارن داشت بدی اونها رو میگو. در صورت همه ما اینجا میگن اونایی که پریچ میکنن به کسای دیگر رو موعظه میکنن ولی خودشون انجام نمیدن،
شعر قشنگی داریم، اون شعری که میگه که اونایی که در منبر و چیز این موعظه ها رو میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، اینا همش مثل همه، همه هم به نظر میرسه که میدونیم ولی کم عمل میکنیم. دعوتی مثل این دعوت دوستمون که میگه بیاییم بریم بشینیم فکر کنیم، و چون ما فردا نداریم، برنامه‌ای نداریم، عرضه و وجودی نداریم، مثل این بهمن بیگ نمیدونم موادیه چیه بنگیه نشسته اونجا لابد قرصایی که برای بچه هاش میدن یه دوتا هم خودش بالا میندازه، همش میچسبیم به آویزون میشیم به فلانجایی نمیدونم داریوش و تخامنش و اینها که خود اونها هم همچین سابقه درخشانی ندارن و تحت یه شرایط اینا رو به ما قالب کردن. ساعت 2:56 دقیقه است، اجازه بدید من ازتون خداحافظی کنم، یکی دو دقیقه ممکنه طول بکشه تا باز با آقای یزدان خدابندلو با شما باشیم. بذارید ببینم که آقای آهان این نواره رو براتون بذارم، حالا که اینجوریه من اینو ببندم استاپش کنم، این یکی رو باز کنم و ببینم صداش چقدره. از شما بیننده ها هم سپاسگزارم در اخیر یک خبر کوتاه. بله این علمای عربستانی در حکم عجیب حقوق زنان را با حیوانات هم از شما بیننده ها بذارید. این به نظر میرسه که این دوستم افغانی باشه، چون میدونید یه قسمت های از افغانستان و تاجیکستان و اینا همشون اینجوری صحبت میکنن و ما همشون دانش کافی نداریم نمیدونیم کی به کیه، نمیخوایم هم یه چیزی بگیم که میدونیم مثلا خیلی ها میگن افاغنه، طرف میگه آقا اصلا این غلطه این کلمه. در صورت بشنوید این بهتون گفته بودم. آقا هم سپاسگزارم در اخیر یک خبر کوتاه. علمای عربستانی در حکم عجیب حقوق زنان را با حیوانات همچو بز و شتر برابر دانستند. علمای سعودی حکم دادند که زنان پستانداران چون بز و شتر هستند. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سمره نیوز، ساعت پیش از آغاز مراسم روز جهانی زنان، گروهی از علمای سعودی حکمی را صادر کردند که بر اساس آن زنان در ردیف حیوانات همچو بز و شتر قرار دارند. این در حالی است که انجمنهای مدافع حقوق زنان در جهان این حکم علمای عربستان سعودی را تاریخی توصیف کرده و تاکید دارند که این حکم به مثابه پیشرفت بزرگ برای زنان عربستان سعودی به شمار می رود، چرا کانها بیش از این از نظر حقوقی با اشیا برابری می کردند و امروز تا مرتبه حیوانات ارتقا یافتند. سخنگوی انجمن فرانسوی آزادی حقوق زنان با ابراز خوشحالی در خصوص این حکم میگوید زمان بسیار نیاز است تا زنان عربستان و سعودی انسان محسوب شوند، ولی با صدور این حکم اندک شرایطشان بهبود خواهد یافت. آره اون کلمه که دنبالش میگشتم اشیا بود، فعلا اینها از اشیا آمدن جزو جانوران. و جالبتر اینه که این کشوری هست که دوست جنبه‌جونی آمریکاست. اون وقت آمریکا تو عراق، تو افغانستان، تو ایران، تو سوریه که از 40-50 سال پیش دخترها دانشگاه می‌رفتن، پلیس بودن، افسر بودن، هر جایی با مردا توی اداره کار می‌کردن، با زور اسلحه می‌خواد دموکراسی ببره، ولی به عربستان که میرسه خب بریم سراغ اوکی. یک لحظه من اجازه بدید که من این باید فولدر به اصطلاح ضبطمون رو عوض کنم. با شما خواهیم بود. این برنامه تا یکی دو ساعت دیگه روی صفحه بایگانی تلویزیون مردم، روی فیسبوک، روی بالاترین، هر جایی که بگید، روی اسکایپ، روی توییتر، اینها گذاشته میشه. شما هم اگر پروگرام هایی دارید مثل تلگرام و اینستاگرام و اینها که تعدادی با شما هستن، شما هم لطف کنید اونجا پخش کنید. اینو باید اول برنامه بگم، معمولا یادم میره. بریم با آقای یزدان خدابندلو باشیم. سب کنید.